بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با شما هستیم اوقات بهتری داشته باشید. خوشحالم که بار دیگر فرصتی پیش آمد تا در خدمت آقای دکتر احمد کاظمی موسوی باشید. باورم نمیشد بعد از اینکه ایشون لطف کردن و اینجا آمدن شما اینقدر استقبال کنید و جویا بشید که ایشون باز کی میان. من به شما گفتم بابا میان، یکم صبر داشته باشین. آقا من سلام میکنم خدمت شما، سال نو رو به شما تبریک میگم و امیدوارم سال خوبی رو آغاز کرده باشید و بهتر هم به پایان برسونید. صحبتایی که شده و دوستان تماسایی که گرفتن مشتاق اون صحبتی بودن که شما باز کردید و اگر بتونید ادامه بدید در رابطه با بحران مشروعیت حکومت در ایران، بعد به مسئله انتخابات برسیم، بعد این مسئله القاب که معمولا حاکما شروع کردن به خودشون میدن و حتی بعضی از اشخاص معمولی هم دوست دارن خودشون یه جورایی این القاب رو کسب کنن، در این موارد صحبت میکنیم. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. من هم به سهم خودم تبریک و سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم، و موضوع صحبت من همینطوری که اشاره فرمودن درباره مشروعیت حکومت در ایران. و چرا این مسئله رو مطرح میکنیم؟ برای اینکه خب ما الان در دنیای غرب رو که میبینیم تماس داریم، اینا مشروعیت خودشون رو از انتخاب میگیرن. شخص منتخب که انتخاب شده به همون دلیل انتخابش مشروعیت بایش هست. اما در کشورهای خاورمیانه به طور کلی و در تاریخ ما اینطوری نبوده. خب ما میدونیم که غیر از انتخاب مردم و غیر از خود مردم، منبع دیگری هم داشته حکومت، منبع و منشأ الهی داشته که این در غرب هم بوده، در اروپا هم بوده، چیز فوق‌العاده‌ای نبوده که در سابق بوده. و منتها خب ما میدونیم که این منشأی که گفتن خود من، چرا الان منشأ الهی به چه عنوان؟ ما در ایران که قبلا در دوره نمیریم قبل از اسلام ساسانی و دوره قبلش اشکانی یا هخامنشی، اونا به فره ایزدی عقیده داشتن که این سلسله، این دودمان این فره رو داره و بین اون دودمان هم شخص مخصوصی داره که این داره. در دوره بعد از اسلام هم بعضی از سلسله های ما خودشون رو باز چسبوندن به ساسانیان، مثل سامانی که گفتن از اخلاف سامانیان، از ساسانیان هستن. منتها وقتی که ترک‌ها و مغول‌ها حمله کردن اومدن، اونا دیگه این ارتباط رو نداشتن به همون دلیل اقتدار و قدرت که اون وقت حتی در اصطلاح اسلامی به شوکت میگفتن، شوکت یافتن. و حتی شما سیاست نامه یاسیر الملوک خواجه نظام الملک رو نگاه بکنید، اون میگه که این چون از اخلاف و از اسلاف افراسیابه، حالا به ملکشاه سلجوقی داره میگه، به افراسیاب داره میشه. با این همه خواجه نظام الملک میخواد باز بچسبونه از نظر دودمانی یه ارتباطی بده. حالا زیاد عمیق نریم در تاریخ، بیاییم در این اواخر از دوره صفویه. صفویه وقتی که حکومت رو به دست گرفت، دوره بود که ایلخانان حکومت میکردن. ایلخانان خوب بر اساس همون یاسای مغول، یاسا یعنی قانون یا فرمان مغول که داده، یاسا و گاهی یرلیغ هم داشتند، به همون دلیل که حالا ما بعد وارد بحث قانونی میشیم به شما توضیح میدیم که چرا این اسامی اینقدر زیاد شد حتی برای قانون، یعنی قانون. صفویه که وحدت هم بخشید به ایران از یک دید، و از یک دیدم بسیار استبداد و ظلم و بیداد جدیدی رو شروع کرد، حتی بیشتر از دیدی از ایلخانیان، خودش رو مرشد کامل در وهله اول، شاه که بود، که شاه بود، شاه اسماعیل، بله، یکی از القاب همینه، یکی القابش مرشد کامل اضافه کرد. و چرا؟ و اجاق‌زاده که من از خاندان دودمانی هستم که اجاق، هر دو هم مرشد کامل و هم اجاق‌زاده برمیگرده به خاندان شیخ صفی الدین اردبیلی که خود ایشون خودش رو از عقاب شیخ صفی الدین اردبیلی که اینطوری هم بود، چون پسر شیخ صفی الدین ما داریم تا میرسه به شیخ حیدر و بعد شیخ حیدر
به شیخ حیدر که پدر شیخ جنید، شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل بود، بعد به خودش. ببخشید این اجاق زاده رو یه مقداری توضیح بدید، یعنی چی اجاق؟ اجاق به معنی جایی که شما از دیگدانیه که گرم میکنید از اونجا غذا در میاد. و از کدوم دیگ این کنده دود از کجا بلند میشه؟ از خاندان شیخ صفی الدین اردبیلی. اون رو اجاق اصلی اجاق اغلو، اجاق اغلو میگفتن به ترکی بس. که به فارسی بنده گفتم اجاق زاده، خودشون اجاق اغلو یا اجاق زاده. مهم مرشد کامل، چون شیخ صفی الدین اردبیلی شیخ طریقی بوده که خودش از شایدان شیخ زاهد گیلانی بوده و خودشون یکی از طرق صوفیه مهمی بودند در اون وقت، که بعدن نعمت اللهی بودند، بعدن اسم عوض میکنن بعد از اینکه شیعه میشن. شیخ صفی الدین اردبیلی خودش شیعه نبوده، البته از زمان قاسم انوار که زمان شیخ صفی الدین بود تمایلات پیدا میکنن، اما اول کسی که از خاندان صفویه شیعه میشه شیخ جنیده، یعنی پدر بزرگ شاه اسماعیل و شیخ حیدر. اینا دوتا به بین ترکمانان آناتولی و دیار بکر میرن، تحت تأثیر اونا شیعه میشن، کاری نداریم. بعد خود اینا هم مقبره شیخ صفی الدین رو به معنی به جای اجاق میگیرن که خانقاه شیخ صفی الدین بود در اردبیل، که هنوزم هست خانقاه شیخ صفی الدین. بحث بر اینه که چرا این هم القاب؟ از زمان شاه عباس بهادر خان هم اضافه میشه، بهادر واژه مغولیه اضافه میشه که بهادر خان هم هستم. اینا با همین لقب مشروعیت میدادن که من باید بیام، یک من بزرگ اینجاست. اون منی که کانت، ایمانوئل کانت در قرن اوایل قرن 19 فوت کرده 1804، اون غایبه، اون من نیست. منی که من از این دودمانم به این دلیل، یا فره ایزدی یا دودمان یا بستگی، یا اینکه حتی از اولاد افراسیاب طبق گفته خواجه نظام الملک. و این به این ترتیب یک مشروعیتی برای خودشون حاصل میکردن که ما باید حکومت بکنیم. صفویه موفق بود در تمام، خودش نائب امام هم خوند زمنن و گفت مأمور از طرف ائمه، من مأمور این کارم، شاه اسماعیل یعنی، گفت شاه طهماسب من بعدم ادامه داد همین رو. البته شاه طهماسب به بعد خیلی به مجتهدان احترام و علاقه پیدا کرد و ما میدونیم شیخ علی کرکی در زمان شاه طهماسب که میاد عنوان مجتهد و زمان میگیره، اما رقیب حکومتی شاه نمیشه. شاه خودش قوه قضاییه، دیوان بگی داشت. این مجتهد زمان با ولی فقیه میشه یکی باشه؟ نمیشد. نه اصلا از زمین. این مجتهد در امور شرعی بود، در امور شرعی، یعنی در امور، باز میگم به شما شرع و قانون رو توضیح میدم، که این در مجتهد بود که بین مردم وقفی، ازدواجی، طلاقی، اینا، حتی دادگستری هم در اختیار مجتهد زمان نبود، در اختیار دیوان بیگی بود و خودش هم سلسله، خود شاه هم به یک نحوی در کار قضایی دخالت میکرد. در دوری قاجار هم اینطور میشه. خب صفویه ساقط میشه با این بار مشروعیتی که برای خودش درست کرده بود، که دیدیم و حدود 200 خورده‌ای از سال 1501 میلادی بگیریم تا 1722 افاقنه که میان، افغان ها میرن از مفتی مدینه فتوا میگیرن که این شیعیان کافرن، یعنی همون اویس افغان یا محمود افغان و اشرف افغان که در واقع اولش بوده، اونا هم یک مشروعیت جدید. ببینید اینا مهمه، وگرنه قوایی نمی آمده. یعنی همین فتواه بوده که بهشون اجازه میده بیان خون ریزی کنن و آدم کشی کنن، تجویز. بله بله، شروعش با همون فتواه که از دست حکومت صفویه در زمان شاه سلطان حسین بسیار منحط شده بود و ناراضی بودن، و این احداث به جایی رسید که حتی خود داخل حکومت هم برخی از قزلباش و فرماندهان هم ناراضی بودن، کما اینکه حاکم کرمان در واقع خودش فرماندهی قشون اشرف افغان میکنه و کرمانیان میارن و اصفهان رو شکست میدن. در یه دیدی نگاه بکن، این آقای باستانی پاریزی تحقیق خوبی راجع به همین چگونگی
شکست صفویه داره و ترجمه کتابم که آقای سید جواد طباطبایی کردن که چطوری صفویه شکست خوردن. خوب تمام اینا زائل میشه به دست شاه سلطان حسین. خوب یکی از ضعیف‌ترین چهره‌های سلاطین ایران بود، بحثی درش نداریم. خودش هم با دست خودش تاج میده، میگه تقدیر بر این بود و ما هم همه مسئولیت جایی که بگیم من مسئول بودم و اشتباه کردم میذاریم به عهده تقدیر، که اینم بعض سرنوشت اینطوری بوده که بوده. و نادرشاه اومد گفت من فرزند شمشیرم، مشروعیتش از شمشیرش گرفت. رو درواسی هم نداشت، ازش هم پرسیدم که تو فرزند کی، ازش پرسیده شد گفت بنویسید فرزند شمشیر به میرزا مهدی خان استرابادی که وزیرش بوده. و منتها نادرشاه دشت مغان رو تشکیل داد. چرا؟ معلوم بود یک چرایی هست که چرا تو باید حکومت بکنی، یعنی دچار بحران مشروعیت بود. تا مدت ها دنبال طهماسب‌قلی طهماسب‌شاه بود، یعنی نوه طهماسب‌شاه قبلی طهماسب‌قلی بود. خودش هم اول اسم خودش طهماسب‌قلی گذاشته بود، خود شاه اسماعیل. منتها میخواست وقتی که طهماسب سوم ورد و طهماسب دوم رو، در واقع ورد سوم رو برداره، طهماسب سوم رو احتیاج به کنگره دشت مغان پیدا کرد که کنگره بودنش و احضار اونا درست بود، اما حالت نمیتونه حالت کنگره هایی که در اروپا همون وقت تشکیل شد نداشت. چون اون ملایی که آمده بود و مخالفت کرد گفت که تو باید از خاندانی باشه، ما شادریم از صفویه، نوه طهماسب بود اونجا. نادرشاه همون ملا رو فرداش دستور داد بکشن. نادرشاه خودش سواد نداشت، اونچنان سوادی نداشت، تا یه حدی اطلاع داشت. خب چه کسی به اینا حکومت داری و دولت داری رو یاد میداد؟ خب ایران میرزا مهدی خان بود، اونجا استرابادی وزیرش بود که تاریخ نویس معروفی. خود اونها مذهبی و چیز نبودن؟ اونا همه تحصیل کرده طلبه بودن و شیعه بودن. چون یه گفته ای هست از نادرشاه که میگه آخوندها رو یا ملاها رو باید دو بار کشت. گفته نه، گفته اوقاف گرفت. نه فکر نکنم همچی چیزی سند داشته، ما به سندش نگاه میکنیم. نه اگه ملا کشت تمام دوربرش تحصیل کرده طلبه‌ای بودن که همین درس و دروس اون وقت در دست ملاها بود. خودشم بین تشیع و تسنن خیلی عقیده داشت به تقریب مذاهب، نزدیک کردن شیعه به تسنن. به پادشاه عثمانی وقت هم پیشنهاد داد که شما، گفت یک ستون در کعبه برای شیعه هم یک ستون بذارید، مقام شیعه. چون در مذاهب اربعه داریم، یعنی مذاهب چارگانه سنی که حنفی شافعی مالکی حنبلی باشن، شیعه هم شما قبول کنید. یعنی زورش تشیعش هم زد که در واقع برای ملاها بود. اما نه، سلطان عثمانی اون چیچی افندی مفتی استانبول نذاشت. سلطان میخواست قبول بکنه، مفتی استانبول نذاشت، که شاید یکی از مفتیهای متنفذ استانبول. این نادرشاه این کار کرد. اما نادرشاه بالاخره در دشت مغان با عنوان شاه خودش رو شناخت، تحکیم کرد. اما بعد ببینید ما بحران مشروطی بحران داشتیم که چرا من باید حکومت بکنم؟ برای اینکه کریم خان زند خودش چه نام گذاشت؟ نگفت وکیل الرعایا. وکیل الرعایا یعنی چه؟ نگفت من هستم، من وکیل رعیت هستم نزد پادشاه. یا وکیل در واقع گاهی این مفهوم هم میداد، اونطوری که بنده تاریخ دیدم، وکیل شاه هستم برای رعیت، وکیل الرعایا. تا آخر هیچ چیزی اصراری نداشت که خودش شاه بخونه. و خیلی خوبه یه مدلی که ما بخوایم در تاریخ بگیریم، ایشون خوب خیلی آگاه نبود، سواد نداشت، اما خوب ما به دنبال مدل هستیم ببینیم این مدل هست که خودش وکیل رعایا، وکیل رعیت هم نزد پادشاه. اون وقت هم یه چیز اسماعیل سومی پیدا کرد، تا مدت ها میگفت شاهونه به شاهتون تو اصفهان و خود شیراز که برید، و اینم مسئله ایجاد میکرد. اما خب ببینید یک طبیعت قبیله‌ای یا روستایی که در کریم خان زند بود، این باعث شد که خودشو
وکیل رعیت هم بخونه و پادشاه مهربانی بود آخر. و ما در اینجا نمیتونیم پادشاه زیاد مهربان و چیز داشته باشیم در سیستم نظام حکومت ایران، برای اینکه بلافاصله هرج و مرج میشه. اینو من بعد در دوره مشروطیت بیام به شما میگم. و کریم خان، حالا اگه وقت داشته باشیم یه قصه کوچکی بگم که شنونده هام تغییری در نشاطی احتزازی پیش. کریم خان شکست زیاد خورد، خیلی مقاومت کرد، در کار تدارکات خوب بود و در دوره‌ای که شکست خورده بود در یه فرار میکنه به کوهستانی بیره با آزاد خان افغان چند بار شکست خورد کرد، با محمد حسن خان قاجار جنگ‌های متعددی داشت که در اون مورد موفق شد. از آزاد خان افغان شکست خورده بود، به کوهستانی پناه برده بود، رفت بود رودخونه نشسته بود تنها. یک رعیت دهقانی روستایی رد میشه، میبینه این نشسته، یک میگه خان اینجا چی کار میکنی نشستی تنها؟ این یکه میخوره یا در واقع متعجب میشه که این ناگهانی اومده، شمشیرش برمیداره میزنه به سنگی که در مقابلش بود، میگه سنگ تکه پاره میشه و بعد با لهجه لوری میگه شمشیرم سنگ میبره بخت رو نمیبره. وقتی بعد شانسی زیاد آشه میشه از خود که این در مدت ها ضرب المثل بود که شمشیرم سنگ میبره بخت رو نمیبره. و این آدم وقتی که میمیره جانشینانش اونچنان به جان هم میافتن، میکشدش تا نه فوت میکنه. آقا چجوری سرشو میبرن و میذارن روی زیر پله و اینها؟ اون استخوانشه آقا محمد خان، بعد از استخوانش میاره که امارت کلافرنگی کریم خانی رو من دیده بودم تو خیابون باب همایون رد میشین، در واقع روبروی دادگستری امارت کریم خانی بود که پایگاه مرکز آقا محمد خان بود. یه همون جایی بوده که سر کریم خان سر استخونای کریم خان میاره که هر روز روش را بره، هر روز از روش را بره. اون کلافرنگی کریم خانی در دوره‌ای که ما در مدرسه دارالفنون می‌رفتیم بود، یعنی حدود 55 سال پیش هنوز وجود داشت امارت کریم خانی که الان وزارت اقتصاد شده بود زمان شاه، اونجا ساختنش وزارت اقتصاد روبروی دادگستری فعلی، الان که فعلا دیوان کشور اون دادگستری دیگه، دادگستری اونجا نیست. عرض شود که بحران عجیبی که شیخ علی خان زند و لطف علی خان زند و غیر صادق خان زند و جعفر خان زند، جعفر خان پدر لطف علی خان زند بود، این حکومت. اما همون وقت کریم خان زند فرزند محمد حسن خان قاجار رو نمی کشه، با اینکه چندین بار قیام کرده بود آقا محمد خان قاجار. آقا محمد خانم اخته بود و اینو در دربار خودش داشت و آقا محمد خانم وقتی که چه در تهران مدتی بود چه در شیراز پیش چند تا ملا میرفت درس بخوند، در امامزاده زید تهران درس خوند و بابا خان که فتلی شاه بعدی باشه، فتلی شاه مایش میرفت پیش یه آخوند کاشی درس میخوندن. آقا محمد خان بیشتر مطلع بود و کریم خان زند ازش هر سوالای مربوط به تاریخ و جغرافی اینا میکرد، آقا محمد خان فورا جواب میداد. به کریم خان بهش لقب پیران ویسه داده بود. پیران ویسه وزیر مشاور افراسیاب بود در واقع، اونم چون ترک بود آقا محمد خان بهش میگفت تو پیران ویسه هستی. آقا محمد خان که میاد، چون هم پدرش و هم پدر بزرگش کشته شده بودند، برای خودش یه جوری مشروعیت به عنوان ابن الشهید اینا میاد که اینه بعد ابن الشهید یعنی فرزند کسی که شهید شد. محمد حسن خان به طور نامطلوبی توسط قوای شیخ علی خان زند در چیز بود، قبیله مخالفش میکشه در واقع، نه قوای زندم نمیکشه چون اسبش به گل گیر کرده بود دیگه نتونست خودش نجات بده. پدر محمد حسن خان فتلی خان و نادرشاه میکشه، بنابراین دو تا کشته داشته بود و خودشم از ایل آشاغباش قاجار بود، برای خودش یک مشروعیتی قائل بود. خب ایشون که به اصطلاح پیران ویسه بوده، چرا این دشمنی رو پیدا میکنه با کریم خان که
من الان فکر میکنم کشتتش، ولی شما میگید به مرگ طبیعی از دنیا رفته بوده. میره استخونهاشو میاره و در اون کلافرنگی دفن میکنه که روش هر روز را برن. البته بعدن جمع کردن آوردن توی موزه پارس، الان قبر کریم خان زند اونجاست توی شیراز. بله در موزه شیراز گذاشتم، نمیدونستم. بله اونجاست. عرض شود که ایشون شکست خورد توسط کریم خان به طور غیر مستقیم، درسته به دست پدرش، به دست کریم خان کشته نشد، اما هم پدرش و هم خودش چندین بار در جنگ با کریم خان شکست خورد. با آدم شکست خورده کینه ای داشت، طوری که وقتی که کریم خان اینه نکشت، چون فکر میکنه این یک جوانی هست و خواجه است و باشه و اطلاعات خوبی هم داشت، اطلاعات نظامی و در تدارکات نظامی خیلی خوب بود آقا محمد خان. و اینو حتی معروفه که وقتی که در محفل کریم خان قالی‌های بزرگ سلطنتی پهن بود، که این آقا محمد خان از لجش که نمیتونست که چیزی بگه، چاقو کاردی که دستش بود این قالی‌ها رو میبرید. بعدها فهمیدن این قالی‌ها چرا برید، از آقا محمد خان میبرید، از لجی که داشت، عقده بسیاری داشت از زندیه به طور کلی، که متاسفانه این عقده باعث شد که یه مقدار آدم کشی قوی بشه و در تاریخ ما یک چهره سیاهی از آدم کشی های آقا محمد خان متاسفانه داریم. فتلیشا اونقدر نبود که آقا محمد خان بود. آقا محمد خان و نادرشاه در این کشتار واقعا از کل مناره ها اینا که داریم واقعا همینطور بوده. اما آقا محمد خان خودش رو در فقه هم که مطلع میدونست تا حدی. بعد لقب مجتهد و سلاطین رو این خوب رستم و تواریخ که تاریخ نوشت بهش داد، اما خود آقا محمد خان خودش رو مجتهد هیچ وقت نگفت، ما سندی نداریم در این مورد. اما خب این عنوان شاه گفت اومده و بهادر خان و بهادر خانی مغولی رم، یه رگ مغولی هم بود چون اون وقت هنوز از حکومت مغول دور نبودیم، فقط شاهان ایران و کیانی و اینا نبود، اون وقت کیانی میشناختن، بهادر خانی رام بود که با این عناوین خودش مشروعیت میداد. با ملاها احترام زیادی داشت. علت کشته شدن آقا محمد خانم در واقع احترامی بود که برای مجتهد شبستری داشت، چون وقتی که قلعه شوشی رو میگیره و قلعه شوشی تسلیم میشه و مردم اون شهر آقا محمد خان خیلی خوشحال میشه، به سپاهیانش اینا میگه شما به مردم دیگه کاری نداشته باشید. با این همه یکی از سردارانش که در واقع رئیس تشریفاتش بوده، این میره از تاجر محلی که صراف بوده چیز داشته، از اون پول میگیره به عنوان شاه. اینا ما فاتحیم دیگه، اون وقت غارت غارت میکردن، حالا ایشون باج میگیره، حالا میگیم یغما نمیگیره، یغماگیری اون وقت اصلا اساس بود که خدا آقا محمد خانم یغماگیر بود اصلا. بعد اون یارو میره به مجتهد محل میگه، مجتهد محل میاد با آقا محمد خان میگه، آقا محمد خان بسیار ناراحت میشه، میگه اونو بگیرید بذارید زندان، منتها شب جمعه است من نمیکشمش. اون یارو هم خودش الان به اصطلاح امروز رئیس تشریفات محلی اون خیمه آقا محمد خان، تمام اون خدمه و اینا رو میشناخت دیگه، حالا درسته تو گرفته بودن و تو چیزش کرده بودن، اما خب با اونا حرف میزد. به یه بهانه در رو میگه باز میکنند با همونا که میاد آقا محمد خان رو با چاقو میکشه. آقا محمد خان که کشته میشه وصیت کرده بود به قلعه کوتوال تهران، یعنی قلعه بان تهران که دروازه تهران، فقط برای بابا خان یعنی فتلی شاه بعدی باز کنه. و فتلیشاه اون وقت حاکم شیراز بود، در شیراز بود، در فارس بود، تا بیاد تهران چندین روز طول میشه. خب همون یکی از فرماندهان آقا خان که شقاقی بود، خودش تمام گنجینه آقا محمد خان میدوزه، چون اون وقت خیلی پول مهم بود، به سربازا شما باید نون و پول میدادید، جواهرات آقا محمد خان میدوزه، خودش ادعای سلطنت میکنه، سیف الملوک یا سیف الدوله از جای دیگه، اونم از اصفهان ادعا میکنه. بابا خان فتلی خان به زحمت خودش ظرف یکی دو هفته میرسونه به تهران، به کوتوال تهران همین کاره میکنه، قلعه میده، قلعه تهران میده و
و موفق. یعنی اونجوری نبود که حتی یه شاه سابق که وصیت هم کرده بود برادر زادش بود، خودش که بچه نداشت، بابا خان فرزند حسین قلی خان جهانسوز بود، اون برادرش هم به دست زندیه کشش، یعنی برادر آقا محمد خان قاجار هم به دست زندیه، که خود فتحعلی شاه هم اسم خودش ابن الشهید، یه لقب دیگه که خودش مشروعیت ببخشه. همش هنوز تو لقب هستیم، تو القاب ماره. و این القاب ببینید که چه کار میکنه. این شوکت یه چیز زی شوکت بود، زی شوکت، مالک الرقاب، اینا القاب فتحعلی شاه. اولی الامر اینا رو خودش اسم گذاشت، گاهی البته به دوره، اولی الامر، مالک الرقاب، ابن الشهید، حتی گاهی مجتهد السلاطین، خیلی چون ادعای فقاهت میکرد فتحعلی شاه، با فقها ها مجتهدین بحث داشت که من واردم، باید حتما با من شما بحث بکنید و از اونا بعد میپرسید من در حد مجتهد هستم یا نه. اونا هم برای این که خوب شاه را راضی کنن میگفتن بله شما در حد یه مجتهد هستید. نائب مناب، یکی دیگه نائب مناب مجتهدان. اینجا میرسیم به ولایت فقیه برای اولین بار در دوره فتحعلی شاه. از نظر تئوری و نظری در دوره فتحعلی شاه شروع میشه نائب مناب مجتهدان. خودش دفعه پیش شاید گفته باشم، حالا تکرار میکنم، شیخ جعفر کاشف القطاع که از نجف آمده بود میاره جای خودش مینشونه، خودش میره اون طرف میگه آقا ما را به من اذن سلطنت بدید، یعنی اجازه سلطنت بدید، و این کار را سه بار انجام میده، جا عوض میکنن چون این کار بشه که جایگاه سلطنتی آقا از نظر شرعی مشروعیت پیدا بکنه. مشروعیتی که ما الان میگیم ارتباط 100% با شرع نداره، اما اون وقت داشت تو مشروعیت، چون ما الان واژه خوبی برای لجیتیمیسی نداریم، گاهی حقانیت میگیم گاهی مشروعیت میگیم، که حقانیت پیدا بکنه در واقع. پس کل اینا رو میشه همون بگیم لجیتیمیسی کرایسیس، کلن یک بله یک بحران، بحران مشروعیت ما داریم برای اینکه خودشون رو چرا من. و فتحعلی شاه که میمیره در دوره محمد شاه، چون وصیت کرده بود چندان مشکل نمیشه، اما باز هم کسایی بودن که قیام بکنن، من جمله پسر آصف الدوله سالار قیام میکنه در دوره ناصرالدین شاه، البته سالار میرسه، اما خود پدرش هم بی‌ادعا نبوده آصف الدوله. و خود ناصرالدین شاه که فرزند محمد شاه بود، که اینا خوب طبق وصیت اومده بودن، روشن بود که دیگه این ولیعهد باید از تبریز دیگه می آمد ناصرالدین شاه، خب اون وقت حسن خان سالار در خراسان ادعای سلطنت میکنه اینا، اما اون چنان مشکل نداشتن دیگه بعد از ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه دیگه خودش قبله عالم میخونه، بل ارقاب خودش اضافه میکنه، و مسلم بود که این دیگه شاه دیگه، و شاه اون وقت هم مستبد بود. منتها اخباری از فرنگ میرسید، از دوره فتحعلی شاه بیشتر شد. من بگم فتحعلی شاه خوب از نظر نقاشی موسیقی در دوره قاجار رونق پیدا کرد، شروعش با فتحعلی شاه است. حتی ایشون اولین کسی بود که پیانو هم میاره ایران، اگه اشتباه نکنم، از فرزند آره بلد. شروعش از دوره فتحعلی شاه. ببخشید برگردیم به اون ماجرای ولایت فقیه. من یه توضیح رو برای دوستان بدم که آقای دکتر قبلا هم در برنامه ما مهمان بودن، توی آرشیو اون ویدیو موجود هست، ایشون صحبت کردن درباره این که ولایت فقیه از سال 1357 و 58 شروع نشده، و همونجوری که امروز هم اشاره کردن از زمان فتحعلی شاه این به طور نظری اولین بار یک فصلی از کتاب اختصاص داده شد به ولایت فقیه. خیلی جالبه. خب اینه که کسی نویسندش هم مولا احمد نراقی بوده که اینه نوشت، متوفا در 1245 قمریه، و این اولین بار یک فصلی فی تهدید ولایت الفقیه نوشته. تهدید به معنی تعریف در اینجا هست که ما تعریف کنیم. 19 تا روایت آورد بیشتر از حضرت امام جعفر صادق که فقیه این حق داره، اما خود ایشون ادعایی نداشت و اصلا هم محتواش اونطوری نبود. بیشتر این تئوری ولایت فقیه به این صورتی که الان ما میشناسیم مرهون آیت الله خمینیه، اینو باید بگیم. درست مولا احمد نراقی
اولین بار نوشت. قبل از ملا احمد نراقی هم ما داریم اشخاص دیگه به طور اشاره و کنایه گفتن و به طور صریح هم حتی مهذب الدین رو داریم در دوره صفویه، ایشون هم یک رساله داره که نوشته در این مورد. اما خب این رفتاری که فتح‌علی‌شاه به این صورت داشت که خودش نائب مناب مجتهدان خواند، تشویق کرد که ملاها اصلا نفوذشون بیشتر شد از دوره فتح‌علی‌شاه به بعد. از دوره فتح‌علی‌شاه به بعد قوه قضاییه به طور کلی خیلی نفوذ تحت نفوذ ملاها قرار گرفت، اوقاف، و بعد اعلام تکفیر حاکم، خود ملا احمد نراقی دوبار حاکم کاشون رو از کاشان بیرون کرد، گفت آقا این کافره، این درست نیست، یا فاسقه، این صلاحیت این نداره که حاکم بشه. اینا همه دوره فتح‌علی‌شاه، یعنی با یه فتوای چیزی که میدادن اصلا حکومت رو ساقط میکردن و میریختن به همین جوری بوده، حکومت استانداری امروز رو. آره، نه حکومت شاه رو، نه با شاه بالاخره کنار میامدن نهایتا با شاه، اما حکام محل رو خیلی راحت عوض میکردن اون وقت مجردان. فقط در یه مورد داریم، محمد باقر شفتی در اصفهان در دوره محمد شاه قاجار پسر فتح‌علی‌شاه، اون به طور کلی خودش رو دیگه حاکم خوند و حتی با سفارتخونه ها هم تماس گرفت، سفارت خارجی اینا. اما به طور کلی کنار می، اونم بعدا نهایتا با محمد شاه کنار اومد و محمد شاه هم بهش احترام گذاشت. یک سال بعد اون شخص دیگه فوت کرد، محمد حجت الاسلام شفتی بود اسمش بود. ایشون متوفا در 1260 قمری، محمد باقر شفتی. بگذاریم از این، بگذاریم که از دوره ناصرالدین شاه صحبت قانون، یعنی در واقع باز از دوره فتح‌علی‌شاه، از دوره عباس میرزا ولیعهد فتح‌علی‌شاه شروع میشه. عباس میرزا دو بار از قوای روسیه شکست میخوره در دو جنگ، در جنگایی بوده، جنگ ایران روس، جنگایی که در 1803 1804 شروع شد تا 1813 طول کشید، 10 سال. جنگ اول که معاهده گلستان میزه، در جنگ دوم هم شکست میخوره. در جنگ دوم، این جنگ اول دوم، جنگ اول دوم جهانی نیست، نه جنگ ایران روس، ما یکی قرارداد گلستان، یکی قرارداد ترکمنچای داریم. قرارداد در واقع عهدنامه است دیگه، عهدنامه ترکمنچای داریم، دو تا عهدنامه دارم من میگم. و در جنگ دوم وقتی که قواش رو به تنزیل بود، از فرانسه کمک میخوان، هم عباس میرزا و هم فتح‌علی‌شاه از ناپلئون کمک میخوان که کمک بگیرن. سفیر فرانسه یا یکی از فرانسویایی که مسیو جونین بود که سفیر هم نبود میاد، عباس میرزا رو به اون میکنه، میگه ای مرد فرانسوی به من بگو شما چی کار میکنید، مگه آفتاب در سرزمین شما طور دیگری میتابه که شما قواتون نظم و انضباط داره، قوای ما نداره، قوات لشکر خودشه، ما لشکرشه، آفتاب چگونه میتابه که شما. از اینجا صحبت اینه که اقتباس شروع بشه، در غرب خبری هست که اون خبر بعد تبدیل به قانون میشه، یعنی غرب قانون داره، ما قانون نداریم. اول به صورت نظم و انضباط میاد و این گفته که آفتاب چگونه میتابه که ما نداریم، احساس نیاز به یک چیزی غایبه در ایران، اونم نظم و انضباط ما نداریم، و میفرسته یه عده دانشجو هم به فرانسه، به انگلیس بیشتر، خود عباس میرزا میفرسته، بعضیا درس میخونن، اونا برای اینکه علوم نظامی رو یاد بگیرن بیان، و خود در دوره فتح‌علی‌شاه هم جنرال گاردن میفرسته که بیاد برای ایران توپ و توپخانه بسازه، که میسازه، ما قبلا زنبورک داشتیم، توپ نداشتیم، توپ هم میسازه. منتها خود ناپلئون دیگه از 1804 به بعد با روسیه به توافقی میرسه که دیگه اون کمک کم میشه به ایران. اما خب با چه گرفتاری جنرال گاردن خاطراتش هست که این مثل اینا رو ذوب بکنه تو اصفهان بسازه، ایرونی ها اون نظم و انضباطی که حالا میگیم نداریم. در دوره ناصرالدین شاه خیلی این بالنده میشه که ما نظم و انضباط نداریم در دنیای فرنگ. یه چیزی وجود داره به اسم قانون نامه چه، از به همین به قانون نامه چه، و این میتونه کار ما رو درست بکنه.
و دستور در عثمانی هم در اون وقت تنظیمات شروع کرد، همون نظم تنظیمات دوره سلطان عبدالحمید. نظمیه و اینا از اون بوده دیگه. نظمیه از اون کلمه هست، اما نظمیه به معنی شهربانی بعد ما گفتیم، اما نظم و انضباط آره شروع شد. تنظیمات ناصرالدین شاه گفت آره ما هم باید یه تنظیماتی داشته باشیم، قانونی اینا، حرفی زده شد، اما تا میامد عمل بکنه میترسید هرج و مرج بشه. خودش هم نگران بود، نه اینکه بی خبر. بعدم به گاهی میگفت که اصلا اسم فرنگ رو جلوی ایرونیان نیارید که اونجا نظم ایزه، که ایرونیان نفهمن اصلا که چه خبر. نقش مجتهدین توی این دوره چی بوده؟ آیا اونا دخالتی داشتن یا نه؟ مجتهدین با اون نظم و انضباط آگاهی نیافتند و بیگانه بودند و طبیعتا حالت بیگانگی داشتند. با نظم و انضباط مخالف نبودند، با اقتباس از فرنگ مخالف بودند، بله مخالف بودند. و حتی سید جمال الدین اسدآبادی که اولین مجتهدی، که اولین فقیهی باشه که در این وادی گام گذاشت که آقا ما باید علوم جدید رو یاد بگیریم، خودش هم از شاگردای میرزا حسین علی همدانی، معصومی همدانی در همدان بود در اسدآباد، و بعد از شاگردای شیخ انصاری بود خودش سید جمال الدین فقه میدونست، به خاطر مسافرتی که به هندوستان کرده بود، انگلیسی تا حدی یاد گرفته بود، به فرانسه تا حدی آشنایی داشت. مهم این بود که عربی و فارسی و ترکی رو خیلی خوب صحبت میکرد، در عثمانی مدت ها بود، به زبان ترکی سخنرانی میتونست بکنه، یه ورکرد در ترکیه. همون وقت در دوره ناصرالدین شاه سید جمال الدین اسدآبادی جوان اون وقت بود، پلی‌تکنیک استانبول اومدن افتتاح بکنن دانشگاه، و پلی‌تکنیک همون دارالفنونه، دارالفنون ترجمه پلی‌تکنیک، دارالفنون استانبولی که اومدن تأسیس بکنن. سید جمال هم دعوت کردن تا بیا سخنرانی بکن. این اومد جمله ای گفت که مفتی استانبول فهمی افندی بلافاصله سید جمال الدین تکفیر کرد و سید جمال الدین مجبور شد که استانبول ترک بکنه بره قاهره. اون جمله چی بود؟ سید جمال الدین جوان گفت الصناعه هی مینز، منظورش همون پلی‌تکنیکه، یعنی پلی‌تکنیک در فنون صنعت و فنون. الصناعه نبوتن ثانیه، نبوتن جدیده، نبوتن جدیدتون، اینه به عربی گفت. گفت صنعت یا پلی‌تکنیک یک پیام‌آوری جدیده، یک پیام نبوت به معنی پیام. اما خب فهمی افندی که مفتی استانبول بود، ایشونو به خاطر همین جمله تکفیر کرد، گفت. اما ایشون یکی از کسایی بوده با اینکه اتحاد اسلام رو درست کرد، با اینکه خیلی عقیده داشت که ما میتونیم جلوی با انگلیس بیستیم، جلوی فرنگ و هر مخصوصا انگلیس. یه مدت بسیار کوتاهی هم فراماسون شد، اشکال نداره، این یه دوره شد، چون ما خیلی مچ بگیرم هستیم ما. حالا اگه بخوایم ما برای اینکه همه مطلب گفته باشم بنده عرض میکنم، اما واقعا سید جمال الدین اسدآبادی کارکردهای خدمتهایی که کرده بیشتر از اینی که ما، نقطه ضعف هم زیاد داشته روی فراماسون بودنش، فراماسون بودنش بخوایم تکیه بکنیم. یه لباس حالا خود این فراماسون مگه چقدر بده که آره اون چون بعضی ها افتخار میکنن خیلی هم بله با اون بدهی که ما ایرانی ها میدونیم نیست، اما به هر حال یه تأسیس غربی بوده. ما بهتره با همون سلسله فتوات و جوانمردی بچسبیم. خود فراماسون ها از سلسله های فتوات و جوانمردی ما اقتباس کردن، منتها بعد آره دیگه اون نمیشه زیادم گفت تایید و تعریف کرد، اما خب اونقدر مهم نبود، برای اینکه ایشون مدت کوتاهی بود و اصلا هم دلبستگی تو اون عوالم نبود، یعنی که بگیم که ایشون فراماسونری بود مثل فراماسونرهای دیگه. اما خب این همه اما این علوم جدید شروع شد، اومد با ناصرالدین شاه حرف زد. صحبت این بود که حتی خوب خیلی جاه طلب هم بود سید جمال الدین اسدآبادی که بیاد صدر اعظم شاه هم بشه، که شاه ترسید از حرفایی که اینجوری میزنه، چون هم مجتهد بود هم چیز بود، که در شاه عبدالعظیم مجبور شد بست بنشینه. کاری نداریم، اما همین برای اتحاد اسلام، برای نزدیک کردن اسلام کاری کرد.
مهمش اون بود که ببینید یک کسی که فقه خونده و از شاگردای شیخ انصاری، یعنی مرجع تقلید زمان بوده، زمان ناصیرالدین‌شاه، گفته نه ما لازم علوم جدید رو هم یاد بگیریم و شما میتونید وایسید. یک حرف دیگه هم زد اینجا خیلی مهمه، اینو من باید بگم. سید جمالدین در مقایسه با دانش آموزی غربی ها و مسلمین به طور کلی گفت که مسلمان ها عمر خودشون رو زیر چراغ های پیسوس، چراغ های نفتی گذروندن با نور کم، در 45 سالگی نور چشمشون رو از دست دادن که راجع به عالم لاهوت و ناسوت کتاب بنویسن. هیچ کدوم اینا در این فکر نرفتن که همون چراغ پیسوز رو یه مقدار ترقی بدن، پیشرفت بدن، که چشمشون ضعیف نشه کتاب بخونن. همون چراغه، این حرف بزرگی بود در اون زمان که سید جمال الدین زد. یعنی طرز نگرش علمی ما یه مقدار زیادی تو معنویات به تو عالم هفروت گاهید. معنویات خوبه در اونجا بره که خوبه، ما لازم افتخارم میکنیم به معنویات و عرفانیات خودمون، اما گاهی به عوالم لاهوت و ناسوت هم که خب ما میدونیم در عرفان، یعنی شما میگید اگه خیلی خودمون رو مشغول کنیم به اونها داریم درجا میزنیم درجا با... آره. و اینه که ببینه، مقایسه بکنه، همون چراغی که نور چشم تونه براش گذاشید، همون چراغ چرا ترقی نمیدید؟ یعنی بدید فیزیک بیایید، به محضی که به فیزیک برسی ما لنگ میشه. حالا اینه آقای برسیم به دوری مشروطه، علی اکبر ده خدا خیلی قشنگ در چرل پرندش گفته، و اگه به یک مسلمان بگیم آقا آب بینیت بگیر پاک بکن، براش عذابیه یک کار فیزیکی. بگیم دشمن معاویه چرک گوشت پاک بکن، یه عذابیه براش، مشک مصیبتیه. حالا میگه توی، اما بگیم بیا نائب امام بشو، بیا نقطه اولا جمال مبارک بشو، صبح ازل بشو، همه دنبالش راه میافتن. آیشون صبح ازل یه خبریه. حالا ایشون واژه های ازلی و واژه های اون زمان اون وقت رو به کار برده، منم به همون دلیل اینه. اما به منزی که شما بگه آه من اینجا یه کشف و کراماتی دارم، یه عده مثل این آقایی که در نیویورک بود که یه عده زیادی دنبالش راه افتادن، آقای هاخا، که کی بود؟ همین 10 سال پیش، همین روشنفکرها افتادن دنبالش. هاخا اینجا بود. آره، ما الان هم آره. توی اروپا هست. بله، کاری نداریم. همین آقایون تحصیل کرده ها افتاد. اما به منزی که به فیزیک میرسیم که آقا همین چراغی که جلومونه، این نور جل بهتر کنید، اینو درستش کنید، درست کنید که این بیننده های ما بهتر ببینن یا شنونده ها بهتر بشنون، ما اونطوری تحرک نده. اینو خب منظورتون به ما که نیست. نه نه نه. آقا دوستان شروع کردن سوال میکنن، اجازه بدید من برای دوستان دیگه بگم که تلفن رو قطع کردم، ولی میتونید در حین برنامه زنده و برنامه بازپخش که تا دوشنبه و پخش میشه هم پیام بذارید هم ایمیل بفرستید و آقای دکتر پاسخ میدن. شما میخوایم راجع به انتخابات آینده هم صحبت کنیم. بله، راجع به انتخابات به طور کلی. بله، میخوایم به این دوستمون پاسخ بدید یا این رو بذارید؟ چی هست بشه؟ ایشون میگن که از مهمان خود بپرسید که وحدت وجود را برای ما شرح بدهند. آیا خلق با حق یکی است یا خلق یا حق خالق خلق هست؟ نه، من به طور خیلی مختصر و مفید بگم برای اینکه سوال که حتی صحبت ما وحدت وجود نیست. بله، خلق با خالق یکی نیست در وحدت وجود، اما همسفر میشه در سفر آخر در اسفار اربعه ملا صدرا. خلق با حق میاد در میان خلق، دوباره میگه ما الخلق ما الحق الى الحق، و به اون صورت میره، اما نه به هیچ وجه به اون نیست. و صحبت ما الان صحبت عرفانی مطلق یعنی نیست، وگرنه اینو باید خیلی بیشتر توضیح بدیم. خب من همین بود که از شما سوال کردم، اگه میخواین توی برنامه‌های آینده اینو باز کنید. ضمناً باز سوال می‌کنن که بعضی ادیان به تناسخ، یعنی روح به این عالم برمیگردد، باور دارن به صورت یک حیوان یا انسان، نظر شما چیست؟ بله، بعضی ادیان، بعضی گرایش هایی در داخل ادیان به این تناسخیه و حلولیه هستن، یا حلول میکنه
یا ترانسمیگریشن اصلا تناسخ میشه. بعضی فلاسفه هم عقیده دارن، بعضی از نویسنده های ما مثل صادق هدایت هم تو عقیده به حلول روح داشته که اینا، اونم به دنباله بحث وحدت وجود میاد که باید برای اون یه وقت دیگه ریخته. حتما. خب اگر این صحبت رو انتخابات دیگه در دوره مشروطه انتخابات اومد و مسئله مجلس اومد، یعنی پارلمنتری، که ما انتخاب بکنیم و اینا، که به جایی که بریم دنبال القاب و اینها بریم از مردم مشروعیت کنیم. ای کاش اونطوری بود. نه ای کاش اونطوری، اگه اونجوری نبود، برای نظم و انضباط و قانون بود. برای اینکه قانون داشته باشیم که ظلم نشه، استبداد نباشه، همون به یه نحوی برمیگرد. اما برای اینکه ما مشروعیت جدید بسازیم هنوز نه، هنوزم تو انتخابات امروز هم این نیست، تازه امروزش نیست، تا چه برسه 120 سال پیش مشروطیت. اما برای اینکه قانون داشته باشیم اومدم با عنوان آزادی گفتم، گفتم ما آزادی و عدالت می‌خوایم. اومدم گفتم ما عدالت خانه می‌خوایم، مثلا عدالت خانه باید درست کنی. حتی ناصرالدین شاه اومده بود جاهای صندوق عدالت درست کرده بود که مردم نامه بنویسن ما رسیدگی می‌کنیم به عنوان صندوق عدالت. و آزادی مهم شد، منتها آزادی و اون آزادی که در فرهنگ شما یا اینجا میدونید، نه لیبرالیسم نه فریدم، اینا نبود به این معنی. به معنی اینه که ما فعلا یه قانونی داشته باشیم که این قانون مستند باشه، که حاکم همینطوری زور نگه، رو قانون زور بگه، رو قانون. خب ما ببینید همینجا قانون احتیاج به قانون شروع کردن از اون وقت، از دوره مشروطه و بعد ترجمه کردن دوره رضا شاه، ترجمه رو ترجمه. ببخشید من اینو یه پرانتز باز کنم، این رو مردم شروع کردن یا همون حاکما خودشون فکر کردن که یک کمبودی دارن به نسبت کشورهای دیگه، گفتن ما این رو مثلا شروع کنیم، مردم هم دنبالش راه افتادن؟ این تحصیل کرده های فرنگی که از زمان عباس میرزا رفته بودن برگشتن اونو شروع کرد. دستن در کار حکومت بودن؟ نه بعضی ها بودن، بعضی مستشار دوله نمونه مشابه آقا میرزا حسین خان سپه سالار از تحصیل کرده ها بود، مهمترش میرزا ملکم خان، گوین که ارمنی بود اما باشه، و ایشون از همون دوره هایی بود که رفتن خارج اومدن اینا شروع کردن. سید جمال الدین نرفته بود با پول دولت خارج، اما هندوستان رفته بود، خودش هم فقیه بود، سید جمال الدین افغانی اسدآبادی، و ایشون افغانی هم بگیم به نظر من اشکال نداره، حالا افغانی ها دوستانم گویی که ایشون بچه اسدآباد همدانه، اما حالا اونا اون زمان هم که افغان و ایران یکی بود، اما خودش نبوده. چون افغانی امضا میکرد نه. خودش برای اینکه کنسولگری ایران اذیتش نکنه افغانی امضا میکرد. ما به احترام امضاش گاهی هم افغانی هم بگیم نظرم اشکالی نداره، اما خب ما میدونیم ایشون اسدآبادی بوده. بعد مسئله اینه که در این دوره شروعش خود ناصرالدین شاه که وحشت میکرد، اطلاع پیدا کرده بود چه خبره، اما نه مظفرالدین شاه اون اطلاع هم پیدا نکرده بود، گیج بود. محمد علی شاه هم که اصلا مخالف بود، احمد شاه هم که بچه بود و اینا، نه همین تحصیل کرده ها منور فکرهای اون وقت این کار شروع کردن، و منتها خود قانون کاری نکرد و نمیکنه. قانون نهاد میخواد، نهادینه باید بشه. نهاد چیه؟ institutionalized باید بشه یه چیزی. نهاد چیه آخه دقیقا بگیم؟ حزب باید باشه، همین گروه دستبندی و همین جمعیت هایی که الان ما ایرونی هم در خارج داریم اینا، که به هم کمک نمی کنیم که این جمعیت هم قوی بشه. شما خودتون هم همین محفلی که دارید نمیتونید دو نفرش بکنید، به من زی که دو نفر بشید نهاد میشه، مشکل پیدا میشه و مشکل هم پیدا میره. مشکل ما متوجه نبودیم که نهاد نداریم، نهادهای سنتیمون هم گذاشتیم که نهادهای سنتی که ما رو جمع میکرد، نهادی که ما میگیم جمع بشه، قدرت تو جمعه. ولی جالب نیست که در همه این دوره ها به اصطلاح آخونده تونستن این نهادهای خودشون رو حفظ کنن؟ آخونده یکی نهاد مسجد داشتن و آخونده گفتن ید الله مع الجماعه، گفتن علیکم به سواد الاعظم. آخونده اینا گفتن سواد اعظم یعنی جمعی سیاهی کرده زیاد، همین ید الله. اینا رو گفتن، اینا کم هم گفتن، نه اینکه بگه قدرت اصلی با بالاخره با خداست.
منشأ و منبع قدرت بالاخره الهیه، ملاها دارن. اما در فرنگ اتفاقی افتاده گفتن نه، همون منشأ قدرت هم مردم هست، مردم جمع. جمع به چی صورتی ببینیم؟ به صورت نهاد میبینیم. بلکه جمع یه جایی نیست که تو خیابون جمع بشیم، تو یه میدون. زمان آتن اون وقتا تو میدون جمع میشدن، در ایران هم بعضی وقتا جمع میشدن. ما کنکاشستان داشتیم در دوره اشکانی، یا شورا داشتیم، یا در قرآن هم داریم. کنکاجستان همون مجلس میشه تقریبا. تقریبا یه مشوره اعیان بوده، الیت وقت، یعنی اعیان وقت، یعنی شاهزاده ها دوره هم جمع میشدن، کنکاش میکردن، مشورت میکردن. خب آقای دکتر، شما من بگید که شما چند بار گفتید که فرنگی ها این مرحله رو پشت سر گذاشته، چگونه است که ما امروز دیدیم همون یکی دو هفته پیش این ماجرای پاپ و انتخاب کردن پاپ اعظم و اینها، و اینا هنوز اون قدرت رو دارن که اینجوری برای خودشون یک کشور دارن، یه حکومتی بین، یعنی در حکومت دیگه دارن، چگونه است که اروپایی هم هنوز اسیر این ماجرا هستن؟ برای اینکه یه عامل عمده اینا ژنتیک رفته، ما حتی تازه یادم نگرفتیم تا ژنتیک بشه، اون رفتارهای دموکراتیک. پاپ اگه انتخاب شد، انتخابش اونقدر مهمه که استعفای پاپ قبلی هم مهمه. ما استعفا رو نمیدونیم چی. من که اومد رو کات الالعبد، اگر یکی حضرت عزرائیل نبود ما گرفتاری داشتیم. این خود گفته ملاهاست. از شیخ الشریعه میرز فتولا اصفهانی پرسیدن آقا مرجع تقلید بعدی کیه؟ شیخ الشریعه بعد از آخوند خراسانی مرجع بود. پرسیدن این از حضرت عزرائیل بپرسید، از من نپرسید. اگه عزرائیل نبود او فرائن. من رفتم قاهره در حدود 12 سال پیش، رفتم موزه قاهره، به انگلیسی ترجمه کرده بودم. فرعون مصر نوشته بود که همه از مرگ میترسند، مرگ از فرعون میترسه. و اینا که مومیایی میکردن برای جاودانگی بود. جاودانگی پدر ما رو در آورد. ما جاودانگی با کار و هنر و اثرمون نمیخوایم بکنیم، میخوایم نه الالعبد الالعبد باشیم، مادام العمر باشیم. ما استعفا نداریم، بازنشستگی نداریم، گذشت نداریم. این خیلی در عرفان یه مقوله هایی داریم، اما به صورت رفتارهای دموکراتیک نه. تو رفتار ما باید باشه. من باید بدونم چقدر حرف بزنم الان سرت، اگه بیننده ها سوال دارن حق با اوناست، باز با اونا. بنده اینجا متکلم وحده نشم، مونولوگ بیام هی صحبت بکنم. اینجوری نیست که وقتی که بنده خودم هم اعتراف بکنم تهم حد ندارم، برای که بنده برآورده شده در محیطی هستم، بارآورده شده هستم که محیط منو اینطوری بارآورده که نمیتونم زیاد تحمل کنیم چیزایی. تابیدن بر تابیدن تحمل کردن نداریم، تحمل انتقاد و تحمل تعداد نظر مخالف. مهمتر از همه اینا یک عامل دیگه که ما هرگز نفهمیدیم، هنوزم نمیدونیم، عامل مخالفت. مخالفت یک نظامی بر خودش. مخالفت ما حتی واژه خوبی نیست، اپوزیسیون نداریم، اصلا هم نمیدونیم چیه، فکر میکنیم دشمن ماست. و یا آقا با من شما مخالفت کردید. در عربی و ترکی هم نداریم، نه اینکه فکر کنید زبان فارسی نداری، ما زبان فارسی خود مخالف عربیه. مخالفت یه نهاد جایگزینه برای دولت، که اگه من در اینجا به جایی نرسیدم، تو جای من باش که ملت و دولت مردم از بین نرن، تو جای من باش. ما اینو نداریم، به صورت رقیب نگاه میکنیم، رقیب دشمن. دشمن رقیب دشمن، نه رقیب معمولی. آقای دکتر، این دوست ما آقای فرد میگه که دکتر موسوی is the best، من و دوستانم شما رو خیلی دوست داریم و برنامه شما رو امیدواریم شما رو بیشتر ببینیم، با آرزوی سلامتی در سال نو. متشکرم، خیلی ممنون، از سال خوبی باشه برای شما. من هنوز تضاد دولت و ملت رو نگفتم در اینجا، که همین در دوره مشروطیت اینو آقای محمد علی همایون کاتوزیان کار خوبی کرده و اینو به فارسی اینطوری ترجمه شده.
در به انگلیسی. من خواستم سوال کنم که به چه زبونی نوشتن که آقای علیرضا طیب آره علی آقای علیرضا طیب ترجمه بسیار خوبی کردن. اینو به انگلیسی مجموعه مقالاتشون بوده، حدود 20 سال پیش شروع کردن نوشتن و این کتاب حدود 7 8 سال پیش در ایران منتشر شده. در دوره مشروطیت که ما قانون گرفتیم و مطبوعات رشد کردن در همون سالهای اول و پارلمان تشکیل شد، همون مجلس شورا، و ما همه اینطور فهمیدیم که ما باید جلوی دولت که حالا بگیم قوه مجریه رو میگیم دولت، کل دستگاه قوه رو ما میگیم حکومت. اینه به طور موقت این اصطلاح من میگم چون روش بحثه. حکومت حالا نظریه مونتسکیو که تفکیک قوا باشه، ما یه قوه مجریه داریم، یه قوه مقننه داریم و یه قوه قضائیه، این ستا ما ستا رو هم نفهمیدیم، اومدیم با هم دشمن که مچ هم دیگر بگیریم. مچ بگیری رو افتاد که هنوزم در ایران ما مچ بگیری درجه یک هستیم. نمیم انتقاد بکنیم که طرف رو یار خودمون بکنیم یا بسازیم، مچشه میگیریم که منم منم از میدون خارج من فهمیدیم میدون خارج شد از بینش ببرد. مجلس شورای دوره اول اونچنان مچ دولت‌های وقت گرفت که دولت‌ها همه ضعیف، دولت‌ها هم طبیعتاً ضعیف بودن، مثلا سمسام بختیاری آمد، بعد سپهدار رشتی اومد که ضعیف هم بودن، بعد مشیر دوله 3-4 بار، اینا هر کدوم چند بار اومدن. اینا یک موردی که در این کتاب هم گفته شد، موردی بوده که اومد مالیات بگیره یه شخص آمریکایی که استخدام دولت ایران شده بود، مورگان شوستر. مورگان شوستر اومد مالیات بگیره از شاه سلطنه. شاه سلطنه برادر محمد علی شاه بود و مالیات نمیداد. دولت اومد طبیعتاً اموالش یه مقداری توقیف کرد. اون در اومد گفت آقا من اصلا تبع روسم. اون وقت تبع روس بودن اینا میکردن، خود محمد علی شاه به سفارت روس پناهنده شده بود، خب برادرش هم بعید نبود. دولت روس به حمایت از شاه سلطنه اومد نوتیس داد که مورگان شوستر رو بیرون کنید. حالا اونایی که اوغلای قم بودن میگفتن آخ این آمریکایی رو روسی هم قوا فرستاد گیلان در رشت رو گرفت تا تبریز هم اومد جلو، داره میاد طرف قزوین، قوقا قوقا، آقا ما باید وایسی مجلس نمیذاشت، وایسا جلوی دور. خوب هم احساسات ملی هم به نفع مورگان شوستر بود و همون وقت اون شعر تصنیف معروف رو عارف ساخت، عارف قزوینی، ننگ اون خانه که مهمان ز سر خان برود، جان نثارش کن و مگذار که مهمان برود، گر رود شوستر از ایران رود ایران برباد، ای جوانان مگذارید که ایران برود. خب این شور تقی‌زاده که عضو مجلس دوم نبود اون وقت اما خارج بود، تلگراف به معتمدالملک رئیس مجلس که آقا مصلحت ما اینه که شما این آدم بیرون کنید، دوباره اگه خواستید استخدام بکنید یکی سیدی. این برای اینکه قوای روس اومد تا قزوین هم اومد تا دولت مجبور شد مجلس ببنده. ببینید اینجا ما نفهمیدیم که مجلس خودش گاهی باید به قوه مجریه کمک بکنه. اینجا نیست. حالا شما اینجا ببینید، من شاید دفعه پیش اشاره کردم، شما ببینید که همین رئیس مجلس که فعلا از ریپابلیکن ها هست، گاهی خودش در موقع این میبینه که با پرزیدنت کنار بیاد. خود داخل مجلس افراطیایی بیشتری هستن داخل کنگره آمریکا. این خودش در هچل میبینه، میگه آقا من خود من این وسط گیر کردم. فلاباستر یا چیز این نیست که از خودشون برخلاف خودشون. بله آقای دکتر رسولی، به ساعت 3 هنوز به انتخابات نرسیدیم، ولی خب این خیلی خوبه، اینقدر شما خوش بیان هستید که زمان اینجوری میگذره و ما باز هم میتونیم بگیم که حکایت همچنان باقی است و شما رو بله داشته باشیم در برنامه‌های آینده، احتمالاً زودتر. الان چون خوردیم به عید و سال نو اینها یکم طول کشید، شما رو زودتر داشته باشیم. دوستان عزیز اگر سوالی دارید در رابطه با صحبتایی که دکتر موسوی گفتند، چه از طریق شماره تلفنی که می‌بینید روی صفحه، چه از طریق ایمیل تماس بگیرید. ایمیل ها و پیام های شما برای دکتر فرستاده میشه و ایشون در برنامه های آینده پاسخ میدن. سعی میکنم در برنامه آینده یه جوری
باشه که شما هم بتونید شرکت کنید و صحبت کنید، به شرطی که در همون رابطه که ایشون صحبت میکنن باشه که به اصطلاح بحث به بیراهه کشیده نشه. من بازم از شما ممنونم و امیدوارم که شما رو بیشتر و بیشتر داشته باشیم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. مرسی دوستان عزیز، بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم، بعد با آقای مصطفی زاده خواهیم بود از هلند. مرسی. صد میلیون فارسی زبان در سراسر دنیا، 5000 گروه و انجمن ایرانی، هزاران رویداد و خبر و 12000 وبسایت فارسی زبان در رابطه با آنها. کامل‌ترین کدومه؟ کامل‌ترین کدومه؟ kudum.com. یک شنبه 14 آپریل 2013 میلادی، دهمین کارنوال نوروزی نیویورک. رفت و برگشت به نیویورک از واشنگتن با اتوبوس‌های مجهز و شیک. زمان حرکت یک شنبه 14 آپریل ساعت 6 صبح از ایستگاه مترو وست فالز‌چرچ در ویرجینیا. برای آگاهی بیشتر لطفاً با شماره تلفن 703-628-2020 تماس حاصل فرمایید. محل فروش بلیت اتوبوس سوپرمارکت یاس در وینا. به علت محدودیت جا برای خرید بلیت هر چه زودتر اقدام فرمایید. با امید دیدار شما و همراه بودن و همسفر شدن با شما از واشنگتن به نیویورک و از نیویورک به واشنگتن. ستاره بارانی در صحنه تئاتر، یک رویای خصوصی، نمایشی از ایرج جنتی عطایی با درخشش اسطوره بازیگری سینمای ایران بهروز وثوقی، چهره برجسته سینمای امروز گلشیفته فراهانی، بانوی بیادماندنی صحنه های تئاتر سوسن فرخ‌نیا. با ما به این رویا سفر کنید. ارائه بی‌نظیر و متفاوت از استیج وان پروڈکشن. قابل توجه صاحبان همه مشاغل در سراسر آمریکا، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در هر کجای آمریکا خدماتی را ارائه می‌دهید، با پیوستن به iranianeverything.com خدمات خود را به جامعه ایرانی عرضه کنید. پزشکان، دندان پزشکان، وکلا، مارکت های ایرانی، رستوران ها، حسابداران، شرکت های بیمه، وام، املاک، دیجی های شاد ایرانی و هزاران هزار خدمات گوناگون دیگر با پیوستن به سایت iranianeverything.com موفق تر از همیشه بودند. سایت iranianeverything.com دریایی از مشاغل مختلف با افراد با تجربه و کارآمد را به شما عرضه می کند. با پیوستن به سایت iranianeverything.com خدمات خود را ارائه دهید و شانس بردن هر ماه $100 را پیدا کنید. بله درست شنیدید،
سایت iranianeverything.com هر ماه جایزه ویژه $100 دارد که در پایان ماه به قید قرعه تقدیم می کند و به یکی از افراد که در آن ماه نام خود و خدماتی را که ارائه می دهند به فهرست این سایت افزوده و نام آنها در یکی از شبکه‌های سایت iranianeverything.com درج می شود. Find everything and everyone Iranian on iranianeverything.com. مطمئن باشید با پیوستن و عضو شدن در سایت iranianeverything.com موفق تر خواهید بود. برای آگاهی بیشتر از پیوستن با iranianeverything.com می توانید با تلفن رایگان 1-800-385-6117 از سراسر آمریکا تماس بگیرید. شانس خود را امتحان کنید. جبهه آزادی خواهان ایران همه مردم را به همکاری و همیاری می طلبد تا بتوانیم به کمک همدیگر ریشه استبداد را در کشورمان بخشکانیم و آزادی و دموکراسی و عدالت را برقرار نماییم. ویژگی های جبهه آزادی خواهان ایران: 1. تعیین نوع حکومت را به مردم واگذار می کند. 2. شیوه مبارزه بر اساس شرایط موجود. 3. از برخورد به گذشته افراد و گروه ها پرهیز می نماید. جبهه خواستار تشکیل یک اجماع سیاسی فراگیر از همه نیروهای آزادی خواه حول محور انتخابات آزاد است. این جبهه تلاش خواهد کرد تا با استفاده از شبکه‌های رایج ارتباطی امروز و از طریق مراجعه به آرای مردم یک تشکل شورایی به نام کنگره آزادی خواهان ایران ایجاد نماید. زنده باد آزادی، نابود باد استبداد به هر شکل. Worldwide Travel، آژانس مسافرتی Worldwide Travel با بیش از 40 سال سابقه در امریکا با افتخار خدمات خود را حضور شما عزیزان تقدیم می کند. جهت کسب اطلاع با شماره تلفن های 22-355-99-19 و یا تلفن رایگان 1-800-343-2038 داخلی 115 و ایمیل farzad@wwt-usa.com تماس حاصل کنید. Worldwide Travel در خدمت شما. ستاره بارانی در صحنه تئاتر، یک رویای خصوصی، نمایشی از ایرج جنتی عطایی با درخشش اسطوره بازیگری سینمای ایران بهروز بصوری، چهره برجسته سینمای امروز گلشیفته فراهانی، بانوی بیادماندنی صحنه‌های تئاتر سوسن فرخ‌نیا. با ما به این رویا سفر کنید. ارائه بی نظیر و متفاوت از ستیج وان پرودکشن. صد میلیون فارسی زبان در سراسر دنیا، 5000 گروه و انجمن ایرانی، هزاران رویداد و خبر و 12000 وبسایت فارسی زبان در رابطه با آنها. کامل ترین کدومه؟ kodum.com. دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنون از دکتر احمد کاظمی موسوی و ممنون از شما که تا این لحظه با ما بودید. چون برنامه سربی با مردم از این لحظه شروع میشه، اجازه بدید من برنامه هام رو به این صورت آغاز کنم که اولا اگر چیزی گفتم اشتباهی بوده
از این و اون عذرخواهی کنم، دوما تصحیح کنم صحبتایی رو که غلط بوده یا اشتباه بوده، و به این وسیله ما این رو رایج کنیم، خیلی معمولی، همون جوری که الان معمولی تهمت بزنیم، ناسزا بگیم، این رو رواج بدیم در جامعه خودمون که بیایم عذرخواهی کنیم. عذرخواهی باید کنم از یه خانمی که گفته اسمشم نگم. چرا اسمشم نگم؟ من نمیدونم. خب ایشون عکس سفره هفت‌سین رو که آمریکایی‌ها براش انداختن برای ما فرستاده و نوشته که به نظر میرسه که کارهایی رو که داریم انجام میدیم هر قدر هم کوچیک بالاخره داره تأثیر میذاره. نوشته های سربی این سفره هفت‌سینه که کارمندهای آمریکایی در روز اول نوروز برای من درست کرده و برای من یک دنیا ارزش داشت، پس زحمات شما به هدر نمیره. در هر صورت صحبت میکنن، آخرش میگن که ما باید هر کاری میکنیم همین با قدمای کوچیکمون یک کاری انجام بدیم که فرهنگ ایرانی رو به اینها نشون بدیم، اینها نه که فقط به گذشتگان پوز دادن، به گذشتگان و من کی هستم و اون کی هست و اینها. خیلی قشنگ ضمناً ایشون گفته که این یه مبلغی رو لطف کردن گذاشتن و گفتن که من گل بخرم برای ایام عید و الان فصل گل کاشتن و اینها هست و ممنونم. ضمناً من نمیدونم این 1942 که بعد از اسم شما هست اگر سال تولدتونه، ماشاءالله صداتون خیلی جوانتر به نظر میرسه، امیدوارم که خودتونم سالمتر از این سن 1942 باشه. بعضی هم یه اعدادی رو دوست دارن، اونها رو استفاده میکنن. در هر صورت دفعه دیگه که پیام میذارید من پیامتون رو برای مردم پخش میکنم. ممنونم، پیامتون رو گرفتم. و چرا گفتم اگر آدم اشتباهی میکنه باید همون اول بگه. بعضی وقتا شما دیدید یه حرفی رو میزنید بلافاصله بعدش پشیمون میشید که چرا من این حرف رو زدم. من خیلی از این لحظه ها تو زندگیم هست و شایدم حقیقتش اینه که چیزی که تو مغزمه و تو دلمه تو زبونم هست و رو زبونم هست میگم و پایبند اون چیزی هستم که احمد شاملو میگفت که اگر نگم، اگر بگم زبانم میسوزه و اگر نگم جگرم و مغز استخوانم میسوزه. وقتی که ما اون روز گله کردیم که دوستان چرا قول میدید نگید من فلان روز یک کاری میکنم که به دست شما برسه، حالا من که نمیام روی این 50 دلار، 100 دلار، 1000 دلار برم زندگیم رو، برنامه‌شو عوض کنم، ولی باز مهمه. بارها اینو من گفتم، مخصوصا اگر به یک کسی قول میدیم که چون ماشین نداره ما میایم اینو میبریم مثلا بیمارستان، میبریم پهلو وکیل، میبریم مدرسه، فرداش نمیتونیم نریم، بعد اگه اون طرف گله کرد بگیم آقا مگه من پول گرفته بودم ازت. من میگم موقعی که پول نمیگیریم و این کارا رو انجام میدیم باید بیشتر مواظب بود، چون اگه پول میگرفتیم، اگه دیر میرفتیم، اون منتظر ما وای نمیساد، زنگ میزد به یه تاکسی دیگه. در هر صورت ممنونم. و این هم یکی از همون ماجراهایی بود که من وقتی گفتم نباید میگفتم، ولی این دوستمون پیغام گذاشته بود، گفته بود حالا شما وقتی پاکت نامه رو دیدی میبینی که من بعد از این برنامه این کار رو انجام ندادم و قبلا این کار رو انجام دادم، و به درستی گفته، چون ما 27 صحبت کردیم ولی روی پاکت نامه شما 26 تاریخ خورده، و از این بابت از شما عذر میخوام و ممنونم. خب دوستان عزیز لطف کردن برای ایام عید باز 50 دلار و 100 دلار و اینها فرستادن، ممنونیم. امیدواریم که همین جوری که این فرایدی امروز عید پاک هست و به همین دلیل دوستانی که از مجاهدین جدا شدن برنامه نداشتن، عید اینا بهش میگن گود فرایدی، جمعه خوب، جمعه ما رو خوبتر کردید. امیدوارم که شما هم هر روزتون بهتر و شادتر باشه. اجازه بدید که تا چند لحظه دیگه بریم سراغ آقای مصطفی زاده و خود شما قضاوت کنید که این فیلمایی رو که این دوستان ارسال میکنن هر کدومش از دفعه قبلی بهتر، کیفیت، کوالیتی، و ما هم چون وقت داریم قشنگ اسم و ایمیل و
شماره تلفن میذاریم و از شما خواهش میکنیم که با خود این دوستان، مخصوصا اونایی که ایمیلشون رو میذارن، تلفنشون میذارن، مستقیما تماس بگیرید و من رو لازم نیست در جریان بذارید، با هم صحبت کنید. هر وقت که صحبتی بود لازم بود بنده هم در خدمت هست. باز اجازه بدید که صحبتی داشته باشم درباره آقای مصطفی زاده. بعد از اینکه ما این اذان 1600 رو پخش کردیم، خب خیلی ها موافقن، تشکر کردن، خیلی ها مخالفن، حرف دلشون رو زدن. ما اینها رو به اصطلاح هم برای اونایی که دانش آموزان یا شاگردان آقای استاد طاهری برایشون فرستادیم تا جریان باشن، هم نظرات اونها رو هم تو تلویزیون پخش کردیم. تنها کسی که هدف این پخش اذان و اینها رو متوجه شد و به درستی متوجه شد آقای مصطفی زاده بوده و جالبه که اون شاگردان آقای طاهری از ایشون دعوت کردن که بیان در یه برنامه‌ای 15 دقیقه نیم ساعت اختصاصاً در این مورد صحبت کنن. وقتی که این برنامه ردیف شد و درست شد، من به شما میگم، اعلام میکنم که کی، کجا یا چه روزی هست و پخش میکنیم و امیدوارم شما هم لذت ببرید. بریم با هم آقای مصطفی زاده رو ببینیم و برگردیم، بعد برنامه رو ادامه میدیم. باز هم از اینکه با ما هستید ممنونم، باز هم از اون بانوی عزیز ممنون و متشکر، و اگه من نغنغ کردم باور کنید شما سوربی رو به خاطر همین نغنغای صادقانش دوست دارید. اگه یه آدمی بود که پدر سوخته بود و می اومد کلکتون بزنه و قربون و صدقتون بره، اینجوری نبود. من به شما نغ میزنم بازم شما پول میفرستید. پس این نشون میده که ما رسیدیم به اون درجه‌ای که اگه یه آدمی صادق باشه قبولش میکنیم. مرسی مرسی مرسی. بریم سراغ آقای مصطفی زاده. ممنون آقای مصطفی زاده، این ویدیو بسیار قشنگ بود. مرسی. با سلام حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند، مصطفی زاده هستم. در هفته‌های پیش در رابطه با جناب آقای دکتر محیط و سخنان ایشون در باره مارکس و چند نفر از آخوندهای ایران من صحبت هایی کردم. بسیاری از دوستان، از شما دوستان، صحبت های من رو تایید کردید. من از همتون بسیار سپاسگزارم و در میان شما دوستان دو نفر انتقاداتی داشتن نسبت به من که اون دو نفر هم بعد از ارسال یک پیام برای اونها دیگه سکوت کردن و پاسخی به بنده ندادن و چیزی من از اونها دریافت نکردم. معمولا من وقتی پاسخی از کسی نمیشنوم اون رو هم بری میکنم که صحبت بیشتری نداشتن که ارسال کنن و در نتیجه حرفای من رو این دو نفر هم تایید کردن. اگر چنین نیست میتونن اطلاع بدن و تماس بگیرن، باز هم پاسخ خواهم داد. به هر کس که انتقادی از من داره من پاسخ خواهم بود. به هر حال امروز میخوام درباره مارکس صحبت کنم، چون خانم کریمی فرموده بودند که مارکس جهانی هست و خدماتش به مردم جهان چه و چه و چه. میخواستم خدمتشون عرض بکنم که بله، مارکس جهانی هست، همونطور که موسی جهانی بود، همونطور که محمد جهانی بود و دیگر پیامبران. ولی تعجب میکنم کسانی که با پیامبران اینطور در تضاد هستند و گفتهاشون چطور با پیامبر مارکس به این صورت موافقت میکنند، واقعا جای تعجبه. به هر حال ما برای شناخت مارکس اول فعلا درباره آقای محیط صحبتی نمی کنم، چون به اندازه کافی درباره ایشون گفتن.
این جناب مارکس رو ما باید ببینیم که چه کسی بود، ایشون کی بود. شخصی که میگه دین افیون توده هاست، یعنی همون جناب مارکس، ایشون یک صهیونیست بودند، شاخه ای از دین یهود، پیرو عیسی و ابراهیم. بعد نظر به این که در اواخر قرن 18 در آلمان بر اساس قانون از تصدی یهودیان در پست‌های مهم جلوگیری می‌کردند توسط قانون، این جناب که می‌فرمایند دین افیون توده هاست، از دین یهودیت به مسیحیت گرویدند. اینجا ما می‌بینیم که این افیون اگر برای رسیدن به مقاصد باشه هیچ اشکالی نداره و شاید هم اصلا افیون نیست. به هر حال ایشون خاخامزاده‌ای بودند یهودی، یعنی بچه آخوند، همین آخوندی که امروز شما باش مخالفت میکنید. آخوند آخونده، چه یهودی باشه چه مسیحی باشه و چه مسلمان. به هر حال ایشون اینطور که بعضی ها میفرمایند مارکس از آلمان به فرانسه و انگلستان تبعید شد. بنده هرگز از این موضوع اطلاع نداشتم که فرانسه و انگلستان تبعیدگاه بودن یا تبعیدگاه هستند. اگر فرانسه و انگلیس تبعیدگاهند، بنده هم دوست دارم که بنده رو به اونجا تبعید کنند. حقیقت امر این بود که قبل از این جناب مارکس شخصی به نام هگل داشت پا میذاشت جای پای عیسی، یعنی شخصی که انسان سالاری رو داشت در جهان ترویج میداد. این عقاید هگل برای صهیونیست‌ها بسیار مضر و خطرناک بود. پس میبایست این خاخام ها، این بچه خاخام ها یک نوعی جلوی انتشار عقاید ایشون رو میگرفتن. نخست ایشون کتابی نوشت، آقای هگل، در دفاع از عیسی و عیسویت. به هر نحو که شده بود این جنابان خاخام ها کتاب ایشون رو از انتشارش جلوگیری کردند و نگذاشتن به طور گسترده منتشر بشه و به دست محروم برسه. بعد دیدن نه، به هر حال عده ای از اون مطلع شدند و احتمال داره که باز گسترش پیدا کنه یه همچین عقیده ای، یعنی عقاید عیسی توسط هگل منتشر بشه بین مردم. در اینجا لازمه که من یک مسئله رو در رابطه با سیاست جهانی و نظرشون، نظر سیاست جهانی درباره عموم مردم جهان خدمت رو عرض بکنم. سیاست جهانی مردم رو مثل کودکان و یا دیوانگان در نظر داره. اینجا باید خدمتتون عرض کنم که در رابطه با برخورد با کودکان و رفتار با کودکان ما مسئله رو داریم که میگه که اگر یک وقت بچه شیئی خطرناک رو در دست داشت و ممکن بود که به خودش یا به اطرافیانش صدمه‌ای وارد کنه، این شیء رو شما با شدت امر نخواهید که دست اون خارج کنید.
بنابراین راهنمایی میکنند که شما هر که دم دست دارید بردارید و بیارید جلوی این بچه و به بچه بگید این یک کامیونه، یک ماشین بارکش. آیا چیزی داری که بار این کامیون کنی؟ بچه چیزی جز موشه خطرناک در اختیار نداره. پس تشویقش میکنن تا اون شی رو بذاره داخل این کامیون. بعد این کامیون رو اون شخص به حرکت در میاره، میبره پشت خودش و در اونجا با دست دیگر شی خطرناک رو از اون تخلیه میکنه و اون بارکش رو دوباره میاره جلوی بچه و میگه چیز دیگه ای داری که در این بارکش بذاری، در این کامیون بذاری؟ و بچه چیز دیگه ای نداره. خب شاید همون رو میذاره در اختیار بچه باش بازی کنه یا چیز دیگه ای رو به جای اون کامیون در اختیار بچه میذاره که بچه باش سرگرم بشه و از اعمال خودش دست برداره. بله، این شیء خطرناک که در دست اون بچه بود، یعنی در دست زحمت کشان و کارگران، یعنی کشاورزان در اون زمان کارگران به اون صورت زیاد نبودن، بلکه همون کشاورزان رو میشه گفت کارگران، همون کسانی که مواد غذایی بنده و شما و جهان رو تأمین میکردن و میکنن. به هر حال اون شیء خطرناک که در دست اون جامعه اسیان زده و به شدت صدمه دیده از دست صهیونیست‌ها بود، همون سخنان هگل بود. آقای مارکس مأموریت پیدا کرد که این شیء خطرناک رو از دست مردم به همون صورت که خدمتشون عرض کردن پس بگیره. نخست ایشون به پیروان هگل پیوست و با رسوخ بین اونها قصد داشت که مردم رو از پیروی از هگل باز داره، ولی موفق نشد. بنابراین به قول دوستان مارکسیست ما، ایشون به فرانسه و انگلستان تبعید شد، ولی در حقیقت ایشون رفت اونجا برای دور دیدن و به حضور نهاشد که از بین بردن عقاید هگلی. در اونجا با انگلس با هم شروع کردن به فعالیت در این زمینه. در حقیقت میشه گفتش که چون از نظر وزن و قافیه اسم انگلس طوری نبود که بذارن انگلیسیزم، پس گذاشتن مارکسیزم نام این اعتقادات او. هیچ تفاوت نمیکرد که مارکس بر علیه هگل بلند بشه و یا انگلس. در نتیجه اونجا دوره رو دیدند، اقدام کردند، کتبی نوشتند و این کتب امروز در اختیار مارکسیست هاست و در گذشته همین عقایدی که مارکس و انگلز ارائه کردند باعث کشته شدن و به قتلگاه رفتن میلیون ها انسان آزادی خواه شد و اون شیء خطرناک که ممکن بود از این اعمال جلوگیری کنه از دست مردم جهان بازپس گرفته شد، درست مثل همون کودکی که خدمت رو عرض کردم. به هر حال دوستان، من وقت چندانی ندارم که بخوام تاریخچه مارکس و یا کتب مارکس رو اینجا برای شما باز کنم و بخونم. صهیونیسم بین الملل از 3100 سال پیش با رخنه در عقاید مردم و رخنه در اجتماعات بشری و در کشورها
به هر کجا گرخنه کرد جز ویرانی، فساد و بدبختی و بیچارگی برای مردم چیز دیگری باقی نگذاشت. جناب مارکس از صهیونیست های اصیل جهان بودند. بروید و از جناب مارکس پیروی کنید، مثل آقای محیط و دیگران، و آیندهی بدتر از این که امروز داریم نصیب اون میشه. این دوستان کلماتی رو زیبا میشنوند و به دنبالش راه میفتند، به اون اصل و منشأش رجوع نمی کنند. جنان چرا این صحبت رو؟ تمام ادیان و عقاید همه و همه نخست در باغ سبز برای مردم باز می کنند، ولی وقتی وارد اون باغ میشید میبینید که این ادیان و فلاسفه جز خس و خاشاک چیزی برای شما تو اون باغ نذاشتند و تمام قصدشون از ارائه این صحبت ها این بوده که مردم رو از مطالبات به حقشون منحرف بکنن و تا کنون هم کردند و موفق هم بودند. در آیندهی نه چندان دور هم باز اون قل و زنجیر بردگی بدتر از این که امروز به گردن ما هست و نامشخص هست، به طور مشخص اون قل و زنجیرها بر گردن بنده و شما گذاشته خواهد شد. من وقتم به پایان رسید. از توجهتون به صحبتام بی نهایت سپاسگزارم. از شما درخواست میکنم تشریف ببرید، به اون منابعی رجوع بفرمایید که برای شما مشخص کنه اون گوینده کیست، اون شخصی که به نام مارکس یا هر کس دیگری شما رو به سوی سوق میگه مقصود و منظور اصلیش چه هست. بی نهایت سپاسگزارم. پایدار و پیروز و بهروز باشید. لطف شماست. خب ممنون از شما دوستان، ممنون از آقای زیا مصطفی‌زاده، و ایمیل ایشون هست zia1942@gmail.com. دوستی ایمیل زده بود که از آقای زیا مصطفی‌زاده بپرسین که به اصطلاح منبع این تحقیقاتشون، کتاب‌ها و اینها رو هم اعلام کنن. ایمیل رو برای ایشون فرستادم و لطف کنید با خودشون مستقیما تماس بگیرید. در ضمن اون برنامه رو که گفتم، آقای مصطفی‌زاده وقتی که اون اذان رو شنیده خودشون رفتن تحقیقاتی انجام دادن، در نتیجه اون تحقیقات به اصطلاح نتیجه رسیدن که اون نتیجه رو به زودی با شما در میون خواهند گذاشت. ولی توی همین فاصله یکی از دوستان پیامی رو گذاشتن، اجازه بدید که من این پیام رو پخش کنم براتون، با هم بشنویم. سلام و خسته نباشید میگم به تمام شما عزیزان. جدیدن یه صدای اذانی پخش میکنید، بسیار زیبا و دلنشینه، واقعا خیلی دوست داریم، طرفدارش هستیم. من از ونکوور کانادا زنگ میزنم خدمتتون. میخواستم که تشکر بکنم از پخش صدای اذان با این صدایی که نمیدونم صدای کی هست، فقط میدونم بسیار صحیح و دلنشین میخونن. اگر ادامه بدین ما رو خوشحال کردین. قربان شما، خداحافظ. ممنونم از شما. این صدا صدای آقای دکتر محمد علی طاهری هست و شما هم لطف کنید در پخش و انتشار این تلاش کنید و امیدوار باشیم که ایشون آزاد بشه. خیلی هم هستن که میخوان از لحاظ مالی کمک کنن و اون دوستان گفتن که
بهترین کمکی که شما میتونید بکنید اینه که در پخش و نشر این به اصطلاح با اینها همکاری کنید و کوشا باشید. ممنونم از یکایک که شما دوستان عزیز. و باز هم ببینید که عقاید مختلفه و چقدر آقای دکتر کاظمی موسوی، دکتر احمد کاظمی موسوی قشنگ توضیح دادن که ما این اختلاف عقیده و اینها رو به دشمنی قبول داریم و هنوز یاد نگرفتیم که با هم فرق میکنیم. یه دوستی دیروز اینجا زنگ زد و من گوشی رو برداشتم، وقتی اینجا باشم معمولا ویدیو کار نکنم میتونم صحبت کنم، و بهش میگم خب آقا بیا حرفتو بزن، چرا اینجوری، چرا مثل افراد بینام و نشان از تو تاریکی. و به من میگه که سربی مواظب باش صدا تو ضبط میکنم. میگم ببخشید دیگه، اون موقع بهش گفتم آخه احمد من هزاران ساعت برنامه دارم روی یوتیوب، ویمیو، روی آرشیو خودمون، و من همیشه گفتم هر چی که من میگم هر جا که خواستید میتونید برید استفاده کنید، و هر چی که میگم حاضرم بنویسم، هر چی هم که میگم باز حاضرم دوباره و سه باره و چهار باره و ده باره بگم، ترسی ندارم. اگه ترسی داشتم که مثل شما قایم میشدم، اگه ترسی داشتم که نمیمدم بشینم زیر چراغ و نور اینجوری و شما بشینی از تاریکی ما رو بپایی. در هر صورت امیدوارم که شما هم این، واقعا وقتی میگن آدم بشید حرف خوبیه، چون بارها گفتیم ملا شدن چه آسون، دکتر شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل، که یکی از دوستان عوض کرد گفت که آدم شدن اصلا مثلا امکان نداره، غیر ممکن. در هر صورت این هم ماجرایی هست که بعضی از این دوستان دیگه واقعا حتی حرفی که میزنن نمیفهمن چی میگه، میگه مواظب باش صدای تو داره ضبط میشه. شما طبق قانون باید اولا به من بگی که صدا داره ضبط میشه، من اگر موافق باشم میتونی ضبط کنی، اگر موافق نباشم حق نداری ضبط کنی. حالا یک کشورهای، یک شهرهایی هست که بدون اجازه طرف شما میتونید صداشو ضبط کنید، اونم من نمیدونم که حالا اینو بعدن میتونن بدون اجازش هم پخش کنن یا قانون چیه. در صورت مواظب باشید دوستان، خودتون رو به سادگی گیر نندازین به خاطر مخالفت با یک کسی که نظرش با شما فرق میکنه. آقا خانم مخالفی، برو این همه کانال تلویزیون، برو از یه کانال تلویزیونی من برات باز کنم، ما 600 دلار بده 24 ساعت بشین برای خودت حرف بزن. چی بگم بهتون؟ خب یه آقایی به نام مجید زمانی یه چیزی رو نوشته بود، بذار ببینیم این دوستمون چی میگه. بفرمایید، شما روی خط هستید، جمعه برنامه میدیا سربی با مردم، بفرمایید. سلام. سلام. خواستم بگم که این اصلش هستش که عالم شدن چه آسان، انسان شدن چه مشکل. و نکته دو که نظر شما در مورد آقای علیرضا نوری‌زاده و این برنامه‌شون که مال خودشونه، حالا نمیدونم، تلویزیون ایران فردا، ایران فردا، احسنت آقای سربی، سرعت انتقال داری، به هر صورت خیلی ممنون میشم که نظرتونو بگین یا دوستان نظرم این چیه، من واقعا نمیدونم چیه. خداحافظ. مرسی عزیزم، خدا نگهدارت، آخر هفته خوبی داشته باشین. بله، دلیلی که من یادمه، چون قبل از برنامه برای آقای نوری‌زاده ایمیل نوشتم که اگر مایل باشه هفته دیگه مهمون برنامه من باشه تا در رابطه با تلویزیون ایران فردا صحبت کنه، چون شایعات زیادی در چند هفته گذشته که از تأسیس این تلویزیون میگذرد بوده و هست. آخرینش هم آقای عزیزان پرس و ایران گلوبال درباره آقای شهرام همایون و آقای نوری‌زاده نوشتن که گویا الان آقای شهرام همایون میخواد از این نمد هم کلاهی داشته باشه، و چون سر ایشون بی کلاه مونده داد و فغانش رفته هوا. من سعی میکنم این قسمت رو برای آقای نوری‌زاده بفرستم، اگر مایل باشن خودشون بیان توضیح بدن تا هم تبلیغی باشه درباره تلویزیون جدید و تأسیسشون، و هم اینکه دوستانی که مثل شما بیننده گرامی سوال و پرسش دارید پاسخ شما رو داده باشن. ممنونم. عالم شدن چه آسون، انسان شدن چه مشکل. اون دوست عزیزی که لطف کرده بود و هم عیدی فرستاده بود برای گل خریدن و هم کارت تبریک،
نوشته بود پس عمر من و شما هدر نشده. بعد بعدش نوشته بودن حقیقتش یادم نیست که هدر رو با ه جیمی می‌نویسن یا ه دو چشم. من فکر میکنم که با ه دو چشم می‌نویسن. شما بزنید الان به فرهنگ لغات و درستش رو به من بگید. برگردیم بریم سراغ یک نوشته‌ای که من میتونم بگم ماه‌ها هست که اینجا بود و هر روز گم می‌شده از دست من و از به اصطلاح صفحه این نوشته ها و خونده ها و اینها. تا دیروز وقتی داشتم یک خونه تکونی میکردم این رو باز دیدم و لازم میدونم برای شما هم بخونم، شاید جالب باشه. نوشته مجید زمانی، آدمی که 50 روز انفرادی اوین بوده، فوق لیسانس در آمریکا گرفته، در بانک جهانی واشنگتن کار کرده و دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شیکاگو بوده. همه چیز را ول کرده و برگشته ایران و اونجا موندگار شده. بفرمایید سوالی هستم. الو جانم بفرمایید. میخواستم پیغام بذارم. آها خب جمعه است، من تلفن رو جواب میدم. میخواین قطع کنم پیغام بذارم؟ میخواستم نه، میخواستم بگم با هی دو چش، هی حفظ درست شو شما میگید. آها با هی دو چش، مرسی عزیزم. هی جیمی نیستش، هی حفظ درست میگید. خیلی ممنون، مرسی مرسی. هدر شدن، البته یه جورایی من فکر میکردم با هوده و بیهوده رابطه داره، به همین خاطر فکر کردم که باید با هی دو چش باشه. و مرسی، شما هر وقت ما مشکلی داشتیم فوری کمک کردید، از این بابت ممنونم. نوروز از راه رسید و جنب و جوش و شادی در سطح شهر موج میزنه، فقط در سطح شهر نه دل آدم ها. اما اگر شادی هست بی محابا و بی دردقه نیست، اونطور که شاید شادی باید باشه. نوروزه ولی به سال نو که نگاه میکنی روزهای سختی را در انتظار میبینی، روزهای سخت سخت. من 5 ساله که کارم رو تو بانک جهانی واشنگتن ول کردم و اومدم ایران. از این 5 سال 153 روزش رو توی بند 209 زندان اوین بودم. از اون 153 روز نزدیک به 50 روزش رو توی انفرادی. بعضی از بهترین آدمهای این سرزمین را اونجا ملاقات کردم و دیدم. دلم میشکنه که بگم بعضی هاشون هنوز هم زندانی هستند و آزاد نشدن. حالا که شرایط کشور داره سختتر و سختتر میشه، حالا که دیگه نگرانی فقط از در بند بودن نیست و صحبت از جنگ و قحطی و مردن است، خیلی ها از من میپرسن که نمیخوای برگردی؟ وقتی بهشون میگم فعلا نه، از این همه بدسلیقگی و مرد دلی من حالشون به هم میخوره. آنها میخوان بروند. به من میگوین نمیخواهند بچه هاشون توی این جهنم به دنیا بیاد، نمیخواهند بچه شون توی این هوا استنشاق کنه، میخواهند پاشون رو از اینجا بیرون بگذارن، احترام داشته باشن و از این حرفا. حرفاشون اینقدر انسانیست که نمیشه باهاشون مخالفت کرد. من هم هر جا که تونستم از هر طریق که میشد سعی کردم آنهایی را که دوست دارن بروند کمک کنم. نه به نظرم فرقی. بفرمایید دوست عزیز، سوربی هستم. درود بر شما جناب آقای سوربی. مرسی عزیزم، بفرمایید. من خوشحال میشم، حالتون خوبه؟ خواهش میکنم. قربان شما. از بزرگتون که راجع به این تلویزیون آقای دوریزاده و آقای شهرام همایون صحبتی شد، من چون دنبال میکردم این قضیه رو، شما اگر دقت کنید میبینید ایشون این پرچم شیر و خورشید رو نمیگذاره. تمام اساس بحث این آقای شهرام همایون با ایشون در همین، اگر هیچ موضوع مالی و نمد و کما کلا و نمدی و این حرفایی هم وجود نداره. بله. و از این نظر من گفتم که اینقدر مقداری که میدونم و ایشون حتی خودشون با آقای همایون خیلی دوست بودن، آشنا به اصطلاح. خب هیچ توضیحی هم آقای نوریزاده داده که چرا پرچم رو نمیذاره؟ مثلا منم نمیذارم. بله، خب شما هیچ وقت نمیذاشتین و نذاشتین. الان هم نمیذارین، هیچ اعتراضی هم نیست، هیچ کس هم مشکل نداره. ولی کسی که سالیان سال 8 سال توی این تلویزیون بوده و یه دفعه پرچم رو حذف میکنه، این یه کمی بوداره از نظر آقای همایون. و به این دلیل که حالا ایشون هم نگفته، ولی شایعه‌ای شنیدیم که دولت‌های عربی و به خصوص عربستان سعودی این تلویزیون رو داره سپورت میکنه و به خاطر مخالفت با حکومت اسلامی.
بله من ممنونم از توضیحاتتون، سعی میکنم حتما یا با شهرام همایون یا با آقای نوریزاده مصاحبه‌ای داشته باشم و تا اونجایی که بتونیم این مسئله رو پیگیری کنیم. مرسی، خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون. خب حالا بیاین خودمونو بذاریم جای آقای شهرام همایون و کلاه بیزینسمنی رو بذاریم سرمون. اگر یه هفته دیگه آقای شهرام همایون اعلام کنه به خاطر اینکه بیایم تو دهنی بزنیم به عربستان سعودی و به آقای نوریزاده بگید من هستم، بیان یکی یه پرچم بخرید، شما چه کار میکنید؟ شما دوتا میخرید، اون یکی شیشتا میخره. پس ببینید که بعضی برنامه ها توی آمریکا، اینجا وقتی میخوان، همه جای دنیا وقتی میخوان یه راهی رو بسازن، اول سعی میکنن این راه رو هموار کنن، بعد روش آسفالت بریزن. حالا صبر کنید، فعلا این راه داره هموار میشه، آسفالتش و شنریزیش و اینا هم میاد. خب برگردیم سراغ این دوستمون آقای مجید زمانی، درست میگم؟ فکر کنم بله، آقای مجید زمانی. خلاصه میگه باید با کسی باشن که از کمک کردم، حرفاشون انقدر انسانی است که نمیشه باهاشون مخالفت کرد. من هر جا که تونستم از هر طریقی که میشده سعی کردم اونایی رو که دوست دارن برن کمک کنم. به نظرم فرقی نمیکنه آدما چی بخواهن یا کجا بخواهن باشن. دوست دارن، باید هر طور شده جایی باشن که دوست دارن. باید با کسی باشن که واقعا دوستش دارن. باید تو کاری باشن که واقعا عاشق اون کار هستن و هیچ تدبیری تو این حوزه ها نکنن. مخصوصا آنهایی که زمینه شکوفا شدن استعدادشون اینجا مهیا نیست، حتما باید برون. میدونم خیلی از آنهایی که میخواهند برون و خیلی از آنهایی که آنجا هستن اون طرف زندگی خوبی نخواهند داشت، ولی نباید به خاطر این از رفتن منعشان کرد. باید کمکشان کرد برون. فقط امیدوارم اگه اونجا را هم دوست نداشتن حتما یه کاری براش کنن، بکنن اسیر دست زمونه نشن. خب اونجا را هم، این مطلب را می نویسم برای اونهایی که مجبورن اینجا باشن و در این حیرت ماندن که من چرا برنگشتم، چرا برگشتم و اینجا موندم. من تو این جهنم بزرگ شدم ولی میخوام اینجا بمونم. دوست دارم بچه‌ام هم اینجا بزرگ بشه. اشتباه نکنید، به هیچ وجه آدم ناسیونالیستی نیستم. 70 سالی هم که تو آمریکا 7 سالی هم که تو آمریکا بودم، شاید 5 بار هم دلتنگ ایران نشدم. تو شیکاگو، نیویورک و واشنگتن به من خیلی خوش میگذشت و مردمشون رو، مخصوصا مردم شیکاگو رو، مثل مردم خودم دوست دارم. اینقدر ماهن، آمریکا خونه دوم منه، حتی اگه دیگه دولتش هم به هم ویزا نده. آمریکا زندگی خیلی راحته، منظم، بی درد و سر. برای من ارزش آمریکا راحتیش، وال استریتش، هالیوودش، قانونگراییش، اینها نیست. وقتی من به آمریکا نگاه میکنم، لینکلن را میبینم که در برابر نصف کشورش ایستاد و گفت بردهداری خوب نیست. سینه های صدها هزار سربازی را میبینم که فقط به خاطر این جلوی گلوله سپر شدن که معتقد بودن بردهداری باید ملغا شود. وقتی به آمریکا نگاه میکنم، الیس پال و لوسی برنز و یارانشون رو میبینم که به خاطر اینکه برای زنان آمریکا در ابتدای قرن 20 حق رأی بگیرن تا دم مرگ رفتن. در حالی که در زندان اعتصاب غذا کرده بودن، لوله های غذا را به زور به دهانشان بستن و به زور در حلقشون غذا ریختن. به روزا پارکس، دختر سیاه که در مونتگومری آمریکا در سال 1955 جلوی راننده سفید پوست که بهش گفت جایش را تو اتوبوس به یک مسافر سفید بده ایستاد و حاضر نشد اطاعت کنه و سلسله جنبان جنبشی شد که باعث شد خانم کاندالیزا رایس که در بچگی حق نداشت حتی از آبخوری سفید پوستان آب بخوره، امروز وزیر خارجه آمریکا باشه. وقتی من به آمریکا نگاه میکنم، هزاران جوان آمریکایی رو میبینم که در ساحل نورمندی جان خود را از دست دادن تا جهان را از شر فاشیست نجات دهند.
بسیاری از این جوانان می توانستند باشند و از زندگی در آمریکا لذت ببرند. من به مارتین لوتر کینگ فکر می کنم. خیلی ها می توانستند به خاطر فشارها آمریکا را ترک کنند و خیلی ها ترک کردند، ولی بسیاری هم ماندند، موقعیت و کار خود را از دست دادند، ولی جانانه از خوبی، صداقت و شرافت دفاع کردند و یکی یکی بت‌های جهل و سیاهی را شکستند تا آمریکا شد آن چیزی که امروز هست. ممکنه زندگی تو بهاری که در آمریکا هست الان لذت بخش باشه، ولی من ترجیح میدهم جزو کسانی باشم که هنر، جسارت و امیدشون رو جایی میبرن تا به آمدن بهار در جایی که نیست کمک کنن. میدونم که خیلی ها سعی کردن و نشده، نگذاشتن که بشه. من هنوز به اونجا نرسیدم. اینجا اگر جهنمه، مسئولش منم. اگه هواش آلوده است، من کمتر هوا را آلوده می کنم. اگر اعتماد از بین رفته، من کمتر دروغ میگم. اگه کار کمه، من بیشتر شوق تولید می کنم. یاد باکسر افتادم. اگه آدمای بد زیادن، به آنهایی که بهتر هستند کمک می کنم. اگه شرکت خصوصی موفق نیست، من یکیش را درست میکنم. اگه دولت کله خر و رادیکال، من معتدل و خردمند میشم. نه اینکه من هم همه چیز را سیاه و سفید ببینم و رادیکال فکر کنم و وقتی رفتم سر کار دوباره همین آش باشه و همین کاسه. درسته که هزاران محدودیت هست، ولی کاری که اصغر فرهادی و امثال او میکنن نشان میده چطور میشه تو زمستون یک گل به بار آورد. و اگر هزینه‌ای قرار داده بشه، اگر من که میتوانم ندهم، کی میخواد اون هزینه رو بده؟ من و هزاران نفر مثل من موقعی که خرد جمعی تایید کرد میشه کاری کرد، کار خودمون رو کردیم. وقتی موقع اعتراض شد، اعتراض خودمون رو کردیم، هزینه هم دادیم بی منت. حالا انگار تنها کارهایی که میشود کرد این است که بمانی یا بروی. من میخواهم بمانم، ولی میخواهم بمانم و غر بزنم. میخواهم بمونم و جسارتم رو جمع کنم تا کمتر دروغ بگم. میخواهم بمونم و به آدمهایی که کمتر دروغ میگویند کمک کنم. میخواهم بمونم و از هر از چندگاهی تو گوش آنهایی که دنبال جنگ میروند زمزمه کنم که دختر عموی مادرم که پسر جوونش رو تو جنگ از دست داد، زندگیش رنگ غم گرفت، غمی که هنوز پابرجاست. میخواهم بمونم و تو کارم موفق بشم. میخوام بمونم و به شهرداری کمک کنم کمپین کاهش آلودگی هوا درست کنم. میخواهم بمانم و به کارآفرینان جوان کمک کنم رشد کنن و پولدار شون، هوا درست کنه. میخواهم بمونم و به کارآفرینان ببخشید امان از این استیگما، میگن چیه چشاتون اینجوری، شاد باشم و شادی کنم. میخواهم بمانم و برای آنهایی که آزادی زندگیشان را برای یک کلمه حرف خوب تقدیم میکنن سر تعظیم فرود آورم. میخواهم بمانم و سیاه لشکر خردمندان و معتدلان باشم. میدانم که اینها همه سخت است، ولی چیزی که خیلی از جوانهای سرزمینم فراموش کردن این است که راه درست همیشه راه آسون نیست، و این همه نه به خاطر کشور دوستی و حس فداکاری و و و است. برای من زندگی این گونه رضایت بخشتر است. این هم نباید از یک نظر دوست داشت که در ایران بهتر از هر کجای دنیا میتوان پول درآورد. میدونم میخواین بگید سیستم اینقدر خرابه که همه اینها نقش براب است. تازه اگرم بشه با یک گل بهار نمیشه. آره، با یک گل بهار نمیاد، ولی من میخوام همون یک گل خودم را بپرورانم. درست با یک گل بهار نمیشه و نمیاد، ولی بودن گل امید بهار را زنده نگه میداره. این سرزمین برای آدمهای خوبه که اگه ببینن میشه یک گل بپرورانن، آنها هم گل خودشون رو میپرورونن. اون وقت یهو چشاتون رو باز میکنید، زمستون رفته، ممکنه این بهار به عمر من نرسه، ولی جنگیدن براش لذت بخشه. قبل از اینکه نافرمانی روزا پارکس در اول دسامبر 1955 جرقه جنبش حقوق مدنی آمریکا را بزنه، بسیار قبل از اون این کار را کردند. لیزی جنینگز
1854 1854، هومر پالسی یا بلسی 1892، ایرن مورگن 1946، سارا لویز کیز 1954 و کلادت کالوین در 1955 کارهای شبیه روزا پارکس کرده بودند. هیچ کدام از اینان، حتی روزا پارکس که سر در سال 2005 فوت کرد، فرصت این را نداشتند که ببینند روزی یک پسر سیاه پوست که در زمان زندگی آنها حتی حق معاشرت با سفید پوستان را نداشت، رئیس جمهور آمریکا می شود. ولی جسارتشون و اینکه اسیر زمونه خودشون نبودن، زندگیشون را احترام انگیز و رضایت بخش می کنه. یادم هست وقتی تو بند 209 به زندانبانان فشار آوردم که حداقل یک کتاب به من بدهند، مرحمت فرموده یک کتاب آوردند به نام مجموعه شعر زنان تاجیک. اول خیلی عصبانی شدم، بعد وقت از شعر پردرد زنان تاجیک خوشم آمد. یکی از آنها تو شعرش گفته بود نوروز است ولی روز من نو نیست. حالا هم نوروزه ولی روز ما نو نیست. نگرانی من از جنگ و بمب و موشک کمتره، بیشتر نگران این هستم که آیا مردم من اینقدر جسور و بزرگوار شدند که کمتر دروغ بگویند، راه آسون را به درست ترجیح ندهند، کمتر سیاه و سپید کنند، کمتر متنفر باشند و بیشتر مدارا کنند و مسئولیت بپذیرند. باید از خودم شروع کنم. روزهای سخت در پیش هستند، ولی آنهایی که امید و عشقشون فراتر از محدودیت ها و سیاهی هاست، بالاخره نوروز واقعی را با خودشان می آورند. شما می دونید من مجید زمانی، نوروز 1391 تهران. من معمولا مقاله های طولانی را نمی خونم و پاراگراف میخونم، ولی این مقاله انقدر رو من اثر گذاشته بود که همیشه میخواستم بخونم. یک سال طول کشید، ولی خوشحالم که در چنین فرصتی در روزهای نوروز، ایام بهار، این رو تقدیم شما کردم تا در موردش فکر کنید. من این رو نگه میدارم تا دوشنبه که این برنامه بازپخش میشه. اگر خواستید براتون با ایمیل میتونم ارسال کنم. بنویسید نوشته مجید زمانی رو میخوان یا اون شخصی که رفته ایران و میخواد توی ایران گل بپرورونه، حتی اگر شده یک گل، ولی یک گل یک گل یک گل گل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. ساعت 3:58 دقیقه است. ساعت 4 ما اون اذان رو پخش میکنیم به امید اینکه شماها برید و متوجه بشید کجا به کجاست و شما هم اون رو تکثیر کنید، پخش کنید. روی یوتیوب هست، اگر نتونستید پیدا کنید برای من ایمیل بزنید info@mardomtv.com، براتون لینکش رو میفرستم، براتون ویدیو، خود ویدیو رو میفرستم، براتون وبسایتش رو میفرستم و بیاین کاری کنیم کار سون. ساعت 3:59 دقیقه است و تا یک دقیقه دیگه میریم به سراغ اذان 1600. این 1600 ساعت آرمیه، ساعت، ولی تو ایران اگه یادتون باشه همین ساعت رو تو رادیو میگفتن ساعت 21 یا ساعت 14 بعد از ظهر. این 1600 میشه 4 بعد از ظهر، 12 با 4 میشه 4 بعد از ظهر. خب دوستان، امروز جمعه هست، 29 ماه مارچ یا مارس 2013 و برابر با 9 فروردین، دو روز دیگه اینجا به نیابت سیزده بدر میرن. یکی از دوستان میگفت که اگه میشه به آقای ارشیا بگو که این سیزده بدر رو یه هفته بندازه دور. گفتم شما میدونید اینا چقدر تدارک دیدن، مگه به همین آسونیه؟ بریم دوستان سراغ اذان 1600 و یادتون باشه بهترین حمایت، این دوستان گفتن ما احتیاج به حمایت مالی و اینا نداریم، بهترین حمایت اینه که در پخش و نشر این کوشا باشی. مرسی. الله اکبر الله اکبر الله
اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد الرسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان شما که با ما همراه هستی. یکی از دوستان به نام بهروز، قبلا هم گفتم بهترین دوست من تو ایران بهروز قاسمزاده بود که امیدوارم خوب و خوش و سالم باشه. الان دیگه اونا بازنشسته شدن ولی ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. لطف کرد و سه ماه اون برنامه 14 دقیقه‌ای هست که یک آقایی که اسم خودش رو به نام بیداد گذاشته و شعری گفته اون رو حمایت کرده و اون رو پخش میکنیم. برای ایشون نوشتم ضمن این که تشکر میکنم ازتون، اگر دو هفته سه هفته یه ماه دیگه خواستی یک ایمیل یک ویدیوی دیگه از ایشون یا از کسی دیگر رو بذاری میتونی اونو بفرستی و من برات جایگزینش میکنم. شما هم اگر ویدیوی رو دوست دارید، صحبتهای کسی رو دوست دارید و مایل هستید اونها از تلویزیون مردم پخش بشه با یه مخارج خیلی کم، هزینه‌ای که اصلا واقعا میگم گاهی خودتون که فکر میکنید خندتون میگیره، با روزی 3 دلار، با روزی 5 دلار، البته خب تلویزیونای دیگه هستن ساعتی 1800 دلار، 700 دلار، 600 دلار میگیرن، ولی من اینجا سعی کردم که این تلویزیون مردم رو به عنوان یک پلتفرمی، یک سکوی در اختیار همگان قرار بدم و وقتی شما میخوای یه چیزی رو همگانی کنی باید افوردبل باشه، یعنی مردم بتونن از عهده مخارجش بر بیان. دیگه روزی 3 دلار و 4 دلار کسی نمیتونه بگه خرج سنگینیه و من نمیتونم، مگر برای اونایی که دروغ میگن به دوستشون، حتی میگن من مبالغ گزافی رو برای ویدیوی شما به تلویزیون مردم دادم.
بنده خدا سر طرف منت گذاشته برای روزی $3.33. در هر صورت این رو تشکر میکنم و این شعری رو که شما میبینید بیداد هر روز داره پخش میشه، حداقل یک بار، حالا اگه دوبار پخش نشه حداقل یک بار، این رو تا 3 ماه دیگه یعنی یک فصل دیگه هم روی تلویزیون مردم تیوی خواهید دید. دلیلش هم اینه که این دوستمون میگه بعد از این شعر من دیگه خبری ندیدم از این دوست و نگران هستم. اگر شما ویدیوی جدیدی دارید یا صحبتی از این دوست هست روی یوتیوب اینها لطف کنید بفرستید. اجازه بدید بریم سراغ استاد عزیز آقای دکتر عقیلی پور که خیلی از دوستان سراغ ایشون رو میگیرن و من چون میدونم که مشغول هستن و دارن اون کارهای کتابشون و ویدیوهای دیجیتال و اینها رو درست میکنن، به اصطلاح بهشون گفتم که هر وقت ایشون بخواد به صورت پیامهای کوتاه در رابطه با موضوعاتی که هات هستن، موضوع روز هستن، صحبت کنن، ما اینا رو پخش میکنیم. ایشون لطف کردن، میدونید که الان چند وقت هی مسئله حمله به ایران هر کسی از هر راهی میرسه تهدید میکنه و اینها، و جدیدن وقتی که اینها تهدید کردن آقای خامنه‌ای هم از اون ور اومده گفته ما کاری نداریم آمریکا به ما حمله کنه یا اسرائیل حمله کنه، ما به 2 شهر حیفا و اون تل‌آویو حمله میکنیم اگر کسی به ما حمله کنه. آقای عقیلی پور یه توضیح بهتری دادن، فکر کنم بریم با هم بشنویم، خوب باشه و شما هم میتونید استفاده کنید. ممنونم آقای عقیلی پور که لطف کردید پیام گذاشتید. به همین روش هر وقت وقت داشتید 5 دقیقه، 10 دقیقه، 3 دقیقه در رابطه با هر موضوعی بخواید صحبت کنید، من اونها رو ویدیو میذارم روش و پخش میکنم، با هم ببینیم و با هم باشیم. جناب آقای سربی، با احترام، کل عقیلی پور هستم. با توجه به اخبار ملاحظه فرمودید که رسانه‌های امپریالیسم جهانی یک مرتبه که سرسایی را انداختن که آقای خامنه‌ای گفته تل‌آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهیم کرد. تعدادی هم که به اصطلاح اپوزیسیون خودفروخته هستن آب با سر دشمن می‌گفتن و اعلامیه و ایمیل و اینا بر علیه رژیم که بله می‌خواد جنگ بکنه سر دادن. همه به همه دروغ میگن. آقای خامنه‌ای به این نفع که بحث برداری میکنن هرگز حرفی نزد. او گفت اگر اسرائیل حمله کند، توجه فرمایید، اگر اسرائیل حمله کند در عکس العمل چنون خواهد کرد. از بعد پیدایش بشر هر موجودی، هر انسانی، هر حیوانی مورد تجاوز قرار بگیره برای دفاع عکس العملش خواهد داد. چند ساله که دشمنان از بمباران ایران با بمب‌های 500 تنی سنگرشکن پارچین تهران، قم، اصفهان، نطنز، کاشان، حراج و سایر جا تهدید تکرار میکنن. سازمان ملل یا هیچ سازمانی اعتراض نشد که بنابر کدوم یک از قوانین بین الملل کشوری را تهدید به نابودی میکنی، آنم از طرف کسانی که خودشون برای نابودی دنیا بمب اتمی دارن همشون. آقای خامنه‌ای در تهدید اکسام خودش اگه توجه کردید از اسرائیل حرف زد، نه صهیونیسم، و حتی وزیر خارجه تحصیل کرده اندیشمند و سیاستمدار که در سطح جهانی شاخصه آقای صالحی هم در مصاحبه از اسرائیل نام برد، نه صهیونیسم. این نیست که در خارج نشینان وابسته نشستیم و خیال کنن که چند تا آخوند ناآگاه کشور را اداره میکنن، نه اینجور نیست. آخوندیست و حکومت مذهبی در سراسری سقوط قرار گرفته، بالاخره این از بین میره به زودی، ولی ایران سربلنده، جای خودش در جهان پیدا میکنه. امثال آقای صالحی وزیر خارجه صدها نفر در ایران امروز نامدن تربیت کردن هستن. شما صحبتهای اخیر آقای احمدی نژاد و وزیر خارجه سیاستمدار او رو اگه با دقت توجه بفرمایید ببینید که وقایعی در پیش رو داریم به زودی که بسیار امیدوار کننده است. و اپوزیسیون های مصنوعی برونمرزی هم هیچ روزی در این دگرگونی وضع ایران نخواهند داشت. پاینده باشید، گفتم این مطالب رو بعضتون رسونده باشم. مرسی. خب ممنون از آقای دکتر عقیلی پور و
شما بشنوید نظرات مختلف رو و با اونهایی که توی این ساز و بوق جنگ میدمن مقایسه کنید و خودتون تصمیم بگیرید. اجازه بدید باز یه بار دیگه بهتون عید پاک رو تبریک بگم. جمعه همون گود فرایدی، عید پاک یا عید پسح میگن نه؟ و خوبه دیگه این ایام ایرانی ها که سال نو دارن، مسیحی ها این ایام عید پاک و ایسترن رو دارن و ایستر و کلیمیا هم ماشاءالله همیشه عید دارن. همه شاد و خوب و سرحال باشید و بریم ببینم براتون چی گذاشتم. آها، یک دو تا نوشته اینجا گذاشتم براتون بیارم. یکیش از آقای رضا کحلیلی هست که امروز عکس آقای نتانیاهو، همون بمبی رو که نقاشی کرده بود و گذاشته بود و همه مسخره میکردن، ایشون گذاشته. منم براش نوشتم آقای کحلیلی این عکسی رو که ایشون کشیده بود، نقاشی رو که ایشون کشیده بود، خیلی هم مسخره کردن. به نظر من اگه ورش داری یه چیز دیگه بذاری جاش بهتره. بله، نوشتن که این بیاد این ور ببینیم چی میشه. کجایی؟ عذر میخوام، من این پیامگیر رو گذاشتم رو 10 ثانیه و فوری میره روی سرعت عملمون کم شده. اون وقتا روی 5 ثانیه هم میزدم میگرفتم، ولی حالا رو 10 ثانیه هم باز نمیگیرم و نمیبینم و رد میشه میره. نوشتن که یک ویدیوی یوتیوب دارن در مورد ایران صحبت میکنن. یوتیوب کوتاهی هست که آقای کحلیلی اویدنس یعنی مدرک، دلیلی رو نشون میده که ایران روی ردلاینه. ایران ردلاین منظورشون به همین نقاشی هست که آقای نتانیاهو کرد و عکس یه بمبی رو کشیده بود، بعد یه قسمتش عکس، یه قسمتش قرمز، یه خط قرمز، ببینید این قسمت خط قرمز کشیده بود و میگفت که اگه به اینجا رسید ما باید جلوی ایران رو بگیریم. حالا آقای کحلیلی هم میگه که ایران داره به اونجا میرسه و مواظب باشین. ولی من بارها برای خود همین آقای کحلیلی نوشتم، آقای کحلیلی ببخشید من اینو میگم، ولی این خبرهایی که شما و دوستان دیگه پخش میکنین تقریبا شده مثل چوپان دروغگو. انقدر از این خبرها ما هر روز میبینیم و میشنویم که دیگه نمیدونیم باور کنیم یا این رو هم مثل اون قبلی بندازیم سطل آشغال. بله، خیلی ممنون. این دوستمون در رابطه با حمایت از اون اذان میگه، همونجوری که گفتم، فقط سعی کنید در پخش و نشرش کوشا باشید و تلاش کنید تا دیگران هم بشنوند و ببینند و برن پیگیری کنن که چرا اذان، چرا 1600. و اما دنباله دوست عزیز سوربی هستم، بفرمایی. سلام عرض کردم، سوربی من تیرانداز هستم. سلام آقای تیرانداز، احوال شما؟ خوبه، مرسی. آمد باشه، متشکرم. سلام هم دارم خدمت بینندگان، شنوندگان، همه گی دوستان. همیشه خوب، خوشحال، بفرمایید. صدای دوستان رو که میشنویم خوشحالتر. با امید خدا. من یه عرض کوچیکی داشتم خدمتتون. راجع به این اذانی من دیدم اینا تو برنامه‌تون چند تا به اصطلاح کامنت ها دادم، پیغام اینا رو دوستان میذاشتن، گوش کردم تو برنامه‌های قبلی. ولی یه موضوع مهمی بود، من می‌خواستم راجعش صحبت بکنم. این دوستان به اصطلاح این مریدان و میشه گفت شاگردان این آقای دکتر طاهری، کسی که هست بیاد صحبت بکنه این اذان روی مقدار تاثیر آقا این اذان، این یه خورده مغایرت داره با اذان اسلام، یعنی چند جاش دست بردن توش. حالا خب تقصیر اینا نیست، ما ببینید اذان صفوی هست، این چیزی که شاه اسماعیل صفوی خواهد، یک جاش میگه علیان ولی الله، به خودش هزار من کتاب راجع به این میشه بنویسی چه هست علی ولی خدا، خدا ولی نداره. این از این دیگه بند بعد یه جای دیگه باز میگه که علیان حجت الله، حجت خدا. من میخوام ببینم هزاران سال که سر تا سر
یعنی میشه گفت یه مقدار خلو است، این به اصطلاح دراغ از یه ما به جور در نمیاد. یعنی بقیده بنده اگر این اشخاص این اذان رو جلوی چهار تا مسلمان در همون امریکا، مسلمان آفریقایی، امریکایی، مال کشورهای دیگه، هندی، پاکستانی، این اذان رو بذارن جلویشون بگین گوش بکنید، یعنی حالت میگه پس این چه اذانیه؟ این میگه علی حجت الله یا حجت الاسلام، اسلام حجت خدا، حجت اسلام کتابش هست و رسولش که اومده. حالا این یعنی به اصطلاح من نمیخوام حالا چیز من خورده بگیرم به دوستان، ولی خب یه خورده ایم، چون اینا اسلام از دید خودشون، اکثری بینندگان شنوندگان هم با صورت نام چیزی ندارن با صورت این مسائل راجبی مسائل. حالا اگر یه موقعی یه وقتی دوستان کسیشون اومد روی خط یا به اصطلاح یه مقدار توضیح بده که چی جوریه، اذان اذان رافضیه، اذانی به اصطلاح صفوی درست کردن. مرسی عزیزم، آخر هفته خوبی داشت. به اسلام ربطی به اسلام و مسلمونی نداره. آرزوی موفقیت دارم برای شما و انشالله بیزینس خوبی داشته باشی، هم مطالباتت وصول بشه. مرسی، خیلی ممنون. این بهترین دعایی بود که میشد بکنی. مرسی. ببخشید باید یه بیل کلکتور استخدام کنم. ممنونم از شما. اون قسمت اولیشو با شما موافقم، علی ولی خدا، با شما موافقم. ولی علی حجت الله، آقا میگن گل، گیاه، درخت، زمین، همه چی میتونه دلیل خدا باشه، اون قسمتش رو میشه با شما صحبت کرد و خود این حرفی که شما زدید دعوتی باشه از شاگردان و پیروان آقای دکتر محمد علی طاهری که بیان و برای شما اون رو باز کنن، صحبت کنن و مطمئنم که برای اینم به اصطلاح یک جواب قانع کنندهی دارن، چون میدونید که ما هممون اون کاری رو که انجام میدیم به نظرمون میاد درسته که انجام میدیم، و وقتی هم قرار باشه درباره‌اش صحبت کنیم فکر میکنیم جوابی که داریم جواب قانع کنندهی هست. حتی کسی که دزدی میکنه وقتی میگیرنش میگه آقا نداشتم اومدم دزدی، در صورت که از نظر اونی که گرفتتشو، اونی که ازش دزدیده و دادگاه و اینا، این عذر موجهی نبوده و نیست و نخواهد بود. بریم سراغ یه چند تا ایمیل دیگه یا بریم آگهی ها رو ببینیم برگردیم، آگهی ها رو ببینیم برگردیم، بعد با شما خواهم بود تا ساعت 4:45-50 شاید، و در قسمت آخر برنامه یک آهنگ موزیک ویدیوی قشنگی رو از آقای شهریار براتون پخش میکنیم به نام عهد. و ضمناً ممنونم از بهروز، امروز همه بهروزا ردیف شدن. بهروز عزیز نوشته که کلمه هدر با همون ه دو چشم هست و اون مهدور الدم هم از همون کلمه هدر میاد، یعنی مفعولش میشه مهدور فکر کنم، در هر صورت اگر فعل باشه، فعل یادمون رفته، گفتم که راه رفتن کبک رو یاد نگرفتیم، راه رفتن خودمونم که کلاغ بود یادمون رفت. بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم و با هم باشیم. مرسی. صد میلیون فارسی زبان در سراسر دنیا، 5000 گروه و انجمن ایرانی، هزاران رویداد و خبر و 12000 وبسایت فارسی زبان در رابطه با آنها. کامل ترین کدومه؟ kodum.com.
یک شنبه 14 آپریل 2013 میلادی دهمین کارنوال نوروزی نیویورک، رفت و برگشت به نیویورک از واشنگتن با اتوبوس های مجهز و شیک. زمان حرکت یک شنبه 14 آپریل ساعت 6 صبح از ایستگاه مترو وست فالز چرچ در ویرجینیا. برای آگاهی بیشتر لطفاً با شماره تلفن 703-628-2020 تماس حاصل فرمایید. محل فروش بلیت اتوبوس سوپرمارکت یاس در وینا. به علت محدودیت جا برای خرید بلیت هرچه زودتر اقدام فرمایید. به امید دیدار شما و همراه بودن و همسفر شدن با شما از واشنگتن به نیویورک و از نیویورک به واشنگتن. ستاره بارانی در صحنه تئاتر، یک رویای خصوصی، نمایشی از ایرج جنتی عطایی با درخشش اسطوره بازیگری سینمای ایران بهروز بصوری، چهره برجسته سینمای امروز گلشیفته فراهانی، بانوی بیادماندنی صحنه‌های تئاتر سوسن فرخ‌نیا. با ما به این رویا سفر کنید. ارائه بی‌نظیر و متفاوت از استیج وان پروڈکشن. قابل توجه صاحبان همه مشاغل در سراسر آمریکا، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در هر کجای آمریکا خدماتی را ارائه می دهید، با پیوستن به iranianeverything.com خدمات خود را به جامعه ایرانی عرضه کنید. پزشکان، دندان پزشکان، وکلا، مارکت های ایرانی، رستوران ها، حسابداران، شرکت های بیمه، وام، املاک، دیجی های شاد ایرانی و هزاران هزار خدمات گوناگون دیگر با پیوستن به سایت iranianeverything.com موفق تر از همیشه بودند. سایت iranianeverything.com دریایی از مشاغل مختلف با افراد با تجربه و کارآمد را به شما عرضه می کند. با پیوستن به سایت iranianeverything.com خدمات خود را ارائه دهید و شانس بردن هر ماه $100 را پیدا کنید. بله، درست شنیده اید. سایت iranianeverything.com هر ماه جایزه ویژه $100 دارد که در پایان ماه به قید قرعه تقدیم می کند و به یکی از افراد که در آن ماه نام خود و خدماتی را که ارائه می دهند به فهرست این سایت افزوده و نام آنها در یکی از شبکه‌های سایت iranianeverything.com درج می شود. Find everything and everyone Iranian on iranianeverything.com. مطمئن باشید با پیوستن و عضو شدن در سایت iranianeverything.com موفق تر خواهید بود. برای آگاهی بیشتر از پیوستن با iranianeverything.com می توانید با تلفن رایگان 1-800-385-6117 از سراسر آمریکا تماس بگیرید. شانس خود را امتحان کنید. جبهه آزادی خواهان ایران همه مردم را به همکاری و همیاری می طلبد تا بتوانیم به کمک همدیگر ریشه استبداد را در کشورمان بخشکانیم و آزادی و دموکراسی و عدالت را برقرار نماییم. ویژگی های جبهه آزادی خواهان ایران: 1. تعیین نوع حکومت را به مردم واگذار می کند. 2. شیوه مبارزه بر اساس شرایط موجود. 3. از برخورد به گذشته افراد و گروه ها پرهیز می نماید. جبهه خواستار تشکیل یک اجماع سیاسی فراگیر از همه نیروهای آزادی خواه حول محور انتخابات آزاد است. این جبهه تلاش خواهد کرد تا با استفاده از شبکه های رایج ارتباطی امروز و از طریق مراجعه به آرای مردم یک تشکل شورایی به نام کنگره آزادی خواهان ایران ایجاد نماید. زنده باد آزادی،
نابود باد استبداد به هر شکل. Worldwide Travel، آژانس مسافرتی Worldwide Travel با بیش از 40 سال سابقه در امریکا، با افتخار خدمات خود را حضور شما عزیزان تقدیم می کند. جهت کسب اطلاع با شماره تلفن های 202-355-99-19 و یا تلفن رایگان 1-800-343-2038 داخلی 115 و ایمیل farzad@wwt-usa.com تماس حاصل کنید. Worldwide Travel در خدمت شما. ستاره بارانی در صحنه تئاتر، یک رویای خصوصی، نمایشی از ایرج جنتی عطایی با درخشش اسطوره بازیگری سینمای ایران بهروز بصوری، چهره برجسته سینمای امروز گلشیفته فراهانی، بانوی بیادماندنی صحنه‌های تئاتر سوسن فرخ‌نیا. با ما به این رویا سفر کنید. ارائه بی نظیر و متفاوت از ستیج وان پرودکشن. صد میلیون فارسی زبان در سراسر دنیا، 5000 گروه و انجمن ایرانی، هزاران رویداد و خبر و 12000 وبسایت فارسی زبان در رابطه با آنها. کامل‌ترین کدومه؟ کامل‌ترین کدومه؟ kudum.com. خب دوستان عزیز، ساعت 4:28 بعد از ظهر وقت شرق آمریکا، واشنگتن و نیویورک، 1:28 وقت غرب آمریکا است. امروز هم جمعه 29 ماه مارس 2013 برابر با 9 فروردین 1392. خبر خوب این که دوستان در 13 به در گفتن بلیتاشون سولد آوت شده، یعنی همه به فروش رفته و اصرار کردن که سعی کنید با ماشین کارپول کنید، یعنی دوستانی که دارید میرید هی ماشینا رو همه نکشید ببرید، چون 15000 نفر جا دارن ولی 2500 تا جای ماشین دارن. خودتون دیگه حساب کنید، تقسیم کنید 15000 رو، اگر 3000 تا بود میشد هر ماشینی باید 3 نفر داخلش باشه، حالا که 2500 تاست تقریبا هر ماشینی باید 3 نفر رو نصفی. خودتون رو قطع نکنید، نصف نصف بذارید تو ماشین، یه ماشین 4 تا، یه ماشین 3 تا، یه ماشین 5 تا و الی آخر. این هم از این ماجرا. و اما در رابطه با آقای رضا کحلیلی صحبت کردیم، بذارید من این خبر رو که گلپا نیوز نوشته بود و این رو برای آقای، برای دوستمون نادر گلپا فرستادم، گفت آره میدونم وبسایت‌های زیادی هست ولی این یکی رو تا حالا ندیده بوده. گلپا نیوز میگه سلام به تاریخ باشکوه، به طبیعت زیبا و به انسان‌هایی که هنوز در اوجند. میگه که پتومتر رسانه‌ای اینجا نوشته که رضا کحلیلی و حمید زاکری خالق اخباری که هیچ وقت صحت ندارند. خوشحالیم دشمن تا این حد کودن است. بنابر شایعه‌ای که رضا کحلیلی و حمید زاکری در خصوص ماجرای ساختگی فعالیت سایت هسته‌ای موسوم به قدس در رسانه‌ها مطرح ساختند، در این مطالب یا در این مطلب به بیان شاهکارهای پیشین این دو شخصیت جالب پرداخته، شخصیت‌هایی که کار مشترکشان انسان را به دوران کودکی و به یاد ماجراهای پتومت می‌اندازد. آها این
کاراکترهای ایرانی هستن که ما دیگه نمیشناسیم، با این تفاوت که پتمت یا پتمت در یک موضوع از زاکری و کهلیلی متمایز بودن. به گزارش گلپانیوز، دروغ پردازی و تبدیل دروغ به جفسازی گسترده رسانه‌ای علیه کشور شیوه‌ای است که در سالهای گذشته به دفعات توسط دشمنان به کار گرفته شده است. موضوعاتی نظیر حقوق بشر، فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشور در صدر مسائلی بودند که هر از گاهی دستمایه فشار بر جمهوری اسلامی شدند. اما خلق دروغ آن هم در سطح کلان کار ساده‌ای نیست و فقط عده قلیلی هستند که می‌توانند با کنار هم قرار دادن تصورات خود حتی بدون استفاده از مواد مخدر صنعتی دچار توهم شده و طوری وانمود کنند که گویا ماجرایی در عالم واقعیت پیش آمده. رضا کهلیلی و حمید زاکری که خود را جاسوس دشمن معرفی می‌کنند در صدر این گونه افراد هستند، هرچند که بودن یا نبودن چنین شخصیت‌هایی نیز هنوز در حاله از ابهام است. گلپانیوز بنابر شایعه‌ای که رضا کهلیلی و حمید زاکری در خصوص ماجرای ساختگی فعالیت سایت قدس در رسانه‌ها مطرح ساختند، در این مطالب به بابا کشتمون که سه بار همینو میگه. افسر سیاه میگوید این مرد تو پرانتز زاکری یک جائل جعل کننده زنجیره ایست و یکی دیگر از افسران ارشد اطلاعاتی در واکنش به ادعای زاکری مبنی بر مطلع کردن سفارت آمریکا در باکو در رابطه با حمله 11 سپتامبر گفته است ما هیچ سابقه ای از اینکه زاکری چنین اطلاعات داده باشد نداریم و او یک جائل و دروغگوی قهار است. اینا رو داشته باشید، خودتون هم میتونید برید این مطالب رو دنبال کنید، ولی یادتون باشه من مصاحبه انجام دادم با آقای کن تیمرمن. آقای کن تیمرمن گفت که اون خبرها درست بوده، حتی ایشون رو چیز میخوند هیرو قهرمان و میگفت که CIA به خاطر اینکه خودشون نتونستن به موقع این رو بفهمن، نتونستن حتی وقتی بهشون خبر دادن کارهای لازم رو انجام بدن، از این به بعد بهشون باید بگیم CYA Cover Your A، دیگه خودتون میدونید یعنی چی. CIA رو ایشون عوض کرد به CYA. مدتی هم هست که از آقای کن تیمرمن خبر ندارم، اون رو هم اگه بشه دعوت کنیم و به اصطلاح صحبتی هم داشته باشد. این هم از این ماجرا و بریم سراغ یکی دو تا خبر دیگه، یه ببرم تو آسمان دیلی نیوز. آسمان درسته یا آسمان؟ ای داره یا نداره؟ اگر شما خارج از کشور هستید روی این لینک بزنید و با سوربی برید به طرف آسمان و بله ببینید و بخوانید و آگاه شوید. آسمان دیلی نیوز، این هم سرتیتر رو چی شد؟ کجا شد؟ اون وقتا یادتونه این موسا یه چرخی داشت، چرخش هر از مدتی کثیف میشد باید تمیزش میکردیم. حالا که لیزری هست و نور داره نمیدونم چی رو باید تمیز کنیم، گهگاهی اونجوری که باید و شاید کار نمیکنه. آسمان دیلی نیوز، این هم تقدیم به شما. بفهم میگه که صادرات طلای ترکیه به ایران از سر گرفته شده است. کارشناس اقتصادی گفت بیماری اقتصادی ایران شدیدتر شده است. قانون هدفمندی یارانه ها تبدیل به توزیع پول شد. آشفت بازار میوه در سایه تعطیلات. ابراز نگرانی آلمان از وضعیت دراویش اعتصابی در ایران. بذار یکم مثل باز سریع‌تر برم یا من این خبرهایی که پایین هست براتون بخونم. حمله انتحاری مرگبار در پاکستان، بمبگذاری های مرگبار در عراق، ویندوز 9 سال 2014 روانه بازار می شود. ما هنوز 8 رو یاد نگرفتیم و نگذاشتیم. صالحی گفت ساخت دومین نیروگاه به زودی در تاجیکستان آغاز می شود. هشدار معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی به قطر. کاهش واردات نفت ژاپن از ایران، دولت 10% پروژه‌های ملی و استانی سال 91 را اجرا کرده است. بسیار عالی.
سال 92 دولت 10% رو اجرا کرده. یادتون اون وقتا همین گفتن برنامه چهارم، برنامه پنجم. احمدی نژاد خطاب به سفرای ایران گفت خود را سفیر امام زمان بدانید. دیپلمات عربستانی ممنوع الخروج شد. خب اینم یک کسی مشروب زیاد خورده بوده، تصادف کرده توی ایران اگه اشتباه نکنم و این رو ممنوع الخروج کردن. یکی از اینا میدونید مسئولیت سیاسی دارن، ولی یک کسی از دیپلمات‌هام توی آمریکا مشروب خورده بود، تصادف کرده بود و اگه اشتباه نکنم یه دختر خانمی رو کشته بود با رانندگی، اون رو هم مسئولیت سیاسیشو لغو کردن که بتونن مثل یک آدم معمولی ببرنش دادگاه. آیت الله یزدی گفت امیدواریم تعدد کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری کاهش یابد. نامه لاریجانی یک مصوبه دیگر هیئت دولت را غیرقانونی اعلام کرد. صدیقی امام جمعه تهران از شهرام جزائری پول گرفته است. شهرام جزائری میدونید که اون جوانی بود که یه دفعه سر صداش بالا اومد که چقدر پولدار شده، حتی آقای کروبی هم از این آقا پول گرفته و به نظر میرسه سیویل همه رو چرب کرده. احمد خاتمی گفت سران فتنه را روزی محاکمه میکنیم. باش باش تا صبح دولتت بدمد. افت صادرات نفت ایران و تولید اوپک. انتقال 8 تن از بازداشت شدگان شهر پاوه به زندان مرکزی کرمانشاه. حمله به نهادهای غیر دولتی در روسیه. دیدار باراک اوباما با رهبران چند کشور آفریقا. هزاران نفر در شیکاگو علیه تعطیلی مدارس بدهکار تظاهرات کردند. چه غذاهایی کالری منفی دارن؟ یک شما میدونم جعفریه. جعفری رو شما هر وقتی بخورین کالری که نداره هیچ، به خاطر جویدنش و هضمش یه سری هم باید کالری مصرف کنید. پس به اینا میگن کالری منفی دارن. صالحی عازم تاجیکستان شد. مذاکره تایلند با گروه شورشی مسلمان. اعتصاب مجدد کارکنان بی بی سی در اعتراض به تعدیل نیرو. خب استراب یکی از عوامل افزایش فشار خون است. این پدر استراب بسوزه که قلب و مغز و اعصاب و فشار خون رو همه رو داغون میکنه. تهرانی ها هفته آینده شاهد بارش پراکنده باران خواهند بود. منظورش به سیزه بدره. فیلترینگ صدای حامیان نظام را هم در آورده است. دوستان قانون این کجا ساکن باشیم کجا بریم توی نوشتن فارسی چجوری میشه رعایت کرد. یک پزشک برزیلی مظنون به کشتن چند صد نفر شد. قیمت خیار و پرتقال 4000 تومان شدند. اقامت و کار برای دانشجویان خارجی مشغول تحصیل در اروپا آسان می شود. موسیقی حرام از مهمترین عوامل حوادث رانندگی است. هشدار یک نماینده درباره فلج شدن اقتصاد کشور با ادامه رشد تورم. قیمت توت فرنگی 9000 تومان شد. هوای تهران بالاخره پاک شد. بعد از مدت‌ها آلودگی همزمان با بهار و مسافرت تهرانی‌ها به خارج از شهر، بالاخره تهرانی‌ها هوایی پاک همراه با آسمانی صاف را تجربه کردند. به گزارش مهر مرکز هماهنگی اطلاعاتی آلودگی، بله این ماجرای هوای آلوده تهران به نظر من باید این ایام عید که تهرانی‌ها میرن بعد دم دروازه‌ها رو ببندن و اینا رو دیگه راه ندن، میگن همونجا وایسید چون شما که نبودید هوا تمیز شد. این هم از راه چاره های دیکتاتوری. گیاهانی که مردان بیشتر لازم دارن. امکان ترجمه آفلاین متون توسط انگلیسی. آنلاین یعنی موقعی که روی اینترنت هستید، آفلاین لابد سیوش میکنید بعدن این کارا رو براتون انجام میده. بانک های قبرس برای بازگشایی آماده شدن. حتما مردم هم برای که برن همه پولاشون بیارن بیرون آماده میشن. نلسون ماندلا که میدونید اون رئیس جمهور پیشین آفریقا، باز مجددا در بیمارستان بستری شد.
تخلف 12 میلیارد ریالی یک واحد تبدیلی برنج در مازندران، آغاز سفر رسانه‌ای مهمان پرست به بلاروس و ارمنستان. خب اینها هم میخوان برن کجا؟ برن کشورهای خارجی ایام عیده، برن اونجا خوش بگذرونن، میزننش پای چیز سفر ماموریت‌های اداری. روزگار غریبی است نازنین. دوستان ساعت 4:41 است و من یه چند تا خبر دیگر رو براتون بخونم که گذاشتم اینجا. بیانیه 8 فروردین 1392 کمیته موقت هماهنگی برای تشکیل شورای ملی ایران، یک مصاحبه ای رو آقای فروزنده انجام داده با اون آقای تغیزاده و یکی دیگه از این دوستانی که در شورای ملی بودند و هستند. فقط برید و ببینید و به بزرگی این فاجعه خودتون واقف خواهید شد. پیش به سوی تشکیل شورای ملی ایران، 8 فروردین، 28 مارس، هم میهنان گرامی، کمیته موقت هماهنگی متشکل از گروه‌ها و نیروهای گوناگون سیاسی، مدنی، داوطلب به تدریج و به مرور زمان به منظور تشکیل شورای ملی ایران و به عنوان بدیلی دموکراتیک، فراحزبی و فراجنایی در مقابل دیکتاتوری جمهوری اسلامی شکل گرفت. و همین منظور اعضای کمیته موقت در بد و پیدایش دو وظیفه ملی میهنی را برای خود تعیین نمودند. در مرحله اول گفتگو با کنشگران، گروه‌ها و سازمان‌های مختلف درون و برون مرز برای ایجاد همبستگی و جهت نگاشتن منشور پیشنهادی برای تشکیل شورای ملی ایران با هدف دستیابی به شرایط مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با پیروی از ماده 21 جهانی حقوق بشر و اعلامیه 154 نشست شورای بین المجالس، و در مرحله دوم هماهنگی و تدارکات برای برپایی اولین نشست مجمع عمومی شورای ملی ایران. من بعض وقتا اینا رو که میبینم و میخونم و اینها، همش به این فکر میفتم که اینها هم جزو همون چیزی هست آمریکا میگن که wait and see، یعنی صبر کنیم و ببینیم چه خواهد شد. حالا اگه شما مثل اون دوستی که اون روز لطف کردن زنگ زدن، فکر کنم آقای احمد شکیب بود اگه اشتباه نکنم، شما مثل ایشون خوشنیت هستید، خوشباور هستید، برید به اینها بپیوندید تا بعدن خلافش صادر بشه، چیز بشه. چون ایشون میگه تا موقعی که خلاف چیزی صادق ثابت نشده ما باید باورمون بر اون باشه. فکر درستیه. به همین خاطر من بهش گفتم که شما 10,000 دلار بفرست بیاد، من برات یه تیکه توی بهش یه خونه 3 طبقه میسازم. حالا تا موقعی هم که خلافش صادر بشه من اون 10,000 دلار شما رو خرج کردم و خوردم و اینها. هنوز خبری نشده. سلام جناب تونی گرامی همشهری، آقای مصطفی زاده اینو برای شما نوشته. ضمن آقای تونی، شما که رو اینترنت میری خب یه ایمیلی هم برای تلویزیون درست کن بفرستیم، این دوستان تلویزیونی اقلا توی این کلاب با هم چیز بشن. یا ما روزی که فضول تیوی رو باز کردیم روی فیسبوک، هدف اون این بود که شماها یه جایی داشته باشید که اونجا با هم صحبت کنید، تو سر هم بزنید هر چی، ولی متاسفانه مجبور شدیم هی همه رو چیز کنیم، به اصطلاح چی میگن، سلب ادمینی کنیم، اون از هیئت امنا برداریم. چون اون دوستمون گفت این آقا گذاشته با عربا توهینه، اون گفت این به اون توهینه، اینا ما گفتیم آقا میدونید اصلا نخواستیم. و یه جایی رو درست کنین، بیاین صحبت کنین، حرف بزنین، نظراتتون رو بدید. همون چیزی که این آقای احمد کاظمی موسوی دکتر گفت، ما اشکالمون نداشتن سازمان هست، مخصوصا اون گراسروت، این سازمان‌های کوچیک که از پایین درست میشن. من میام بهتون میگم آقا اینجا تو خیابون آشغال میریزن، من و تو اون همسایه‌مون یه روز بیایم تمیز کنیم، اون بیا اینجوری، و الا نشینیم یک شبکه زیرزمینی راه بندازیم بگیم چگونه بریم دولت رو منفجر کنیم که نمیاد آشغالمون ببره. آقا این دولت احمق منفجر نشده نمیتونه آشغالمون ببره، تا اگه رفتی منفجرش کردی دیگه مدرسه هم نمیتونن بره. پس بیاین از اینوری کار کنیم.
ضمن آرزوی طول عمر، سلامت، سعادت و بهروزی برای شما و خانواده محترمتان در تمام اوقات زندگانی، باید خدمت شما عرض کنم که منظور من شایستگی جناب عالی و چند تن از دیگر خوبان و بزرگان این بود که شما گرامیان در تماس با یکدیگر قادر خواهید بود اساس تشکیل شورای ملی را مهیا بفرمایید. بدیهی است در حال حاضر و در روال کنونی اساساً طرح شورای ملی کاملاً بی‌معنی است، زیرا ما ایرانیان در خارج کشور هرگز آزادی برای ایجاد احزاب و یا هر تشکلی محروم بوده و هستیم. در خارج از کشور نیز چنان بلوا و آشوبی میان مخالفان رژیم برپاست که هیچ کس نمیتواند سخن دیگری را بشنود. به همین دلایل مشتی کلاش و کلاهبردار که اغلب برای رفع نیاز و یا مالندوزی به صحنه آمدند بر استر مراد خود سوار و به هر سوی که میخواهند میتازند. بدون وجود احزاب و تشکل‌ها که هر یک می‌بایست تحت عنوان نماینده قشری از اجتماع باشند، ایجاد شورای ملی ممکن نخواهد بود. فرمایش جناب‌عالی بسیار درست و منطقی بود. در مکان و یا محفلی و مجلسی که وجود ندارد چگونه می‌توان حضور یافت؟ مقصود من این بود که توسط شایستگانی چون شما که بسیار اندک در جامعه ما حضور دارند، ایجاد چنین زمینه‌ای ممکن خواهد شد و ایجاد رابطه و گفت و شنود میان شما عزیزان از طریق تکنولوژی ارتباطات مانند اسکایپ که امروزه در اختیار داریم با کمترین هزینه ممکن خواهد بود. با سپاس از سخنان مهرامیز شما از طریق پیام ارادتمند مصطفی زاده. این هم ممنون از هلند نیوجرسی. باورتون میشه؟ واقعا اون وقتا فکر میکردی یه کسی یه نامه میفرسته فرداش اونو برای اون توی نیوجرسی یه تلویزیونی میخونه، گفتی آقا مگه همچین چیزی میشه. خب ساعت شد 4:47 است. اینم از این، اینم از این. آها، و اما میگه که بیا ببین که چی شده. این دوستمون آقای تیرانداز این خبر رو فرستاده و میگه اتصالات کیبل کات این ده مدیترانیان. چند روز پیش داشتم با آقای صبری حسن پور از تلویزیون رهایی تیوی صحبت میکردم، بهش گفتم که الان خیلی از این کیبل ها مخصوصا اون فایبر آپتیک توی دریا اینا رو به اصطلاح میخوابونن و گهگاهی این کشتی ها زیر آبی ها و اینا زیر دریایی ها میرن میزنن اینا رو قطع میکنن یا زخمشون میکنن و ارتباطات یه مقداری فلج میشه و اکثرا اینا رو به من و شما نمیگن. در هر صورت میگه که کیبل کات این ده مدیترانیان و UAE همون امارات متحده تلکام اپریتور این چه کانجنسی پلان تو ری راوت ترافیک. میگه که دنبال یک برنامه هستن که بتونن این مشکل رو از طریق ری راوت کردن. اینجا وقتی هم که یه جاده رو بستن یه تابلو میزنه مینسه ری راوت، یعنی از یه جاده دیگه برید. و معمولا شما هم همینجوره، مثلا اگر از یه فیوزی برق میگرفتید حالا اون فیوز برقش پریده، شما میرید از یه فیوز دیگه میگیرید، اون خط اصلی که این به این بوده ری راوت میشه، جادهشو تغییر میدید، خطشو مسیرشو تغییر میدید. ببینیم که این دوستمون چی نوشته. این دوست ما اون روز گله کرد، گفت آقا شما نامه من رو نخوندی. گفتم والا داشتم میخوندم. یکی از دوستان گفت آقا من تصویرتو ندارم، صداتو ندارم، ما تا رفتیم اونو درست کردیم و برگشتیم یادمون رفت کجا بودیم و چه کار میکردیم. از بیان اوباما، حالا به خاطر همین دوباره از اول میخونم، از بیان اوباما چه باید فهمید؟ منظورشون تبریک سال نو اوباماست. آقای سوربی حتما میدانید که آقای اوباما نوروز را با کلمه درود تبریک گفت، اما قبل از آن هنگام ملاقات با نخست وزیر اسرائیل و برای اولین بار عکس العمل آمریکا را برای جلوگیری از اتمی شدن ایران در محدودیت زمانی مشخص و دقیق قرار داد و اظهار داشت ایران در یک سال دارای بمب اتمی خواهد شد. بعد از آن وی بارها تکرار کرد که آمریکا اجازه نخواهد داد که ایران دارای بمب اتمی شود. به احتمال زیاد این به این معناست که اگر در عرض یک سال با ملاها به توافق نرسند آمریکا تا جنگ هم پیش خواهد رفت.
به خصوص که همزمان در رابطه با سوریه نیز موضع آمریکا و اروپا سخت‌تر شده است. می توان تصور کرد که ملاهای جنایتکار که جنایت زیاد کردند ترجیح می دهند با جنگ آنها را خودکشی بدهند. احتمالاً این را بهتر از زندان و غیره می دانند. در این میان برای ملاهای پایین تر شاید بهتر باشد که بروند به زندان تا اینکه مثل اعضای حزب بعث بدون آنکه کسی متوجه گردد در حدود 100 هزار نفر کشته شود. این رقم را آقای دکتر محیط که مطالعه زیادی روی عراق دارند عنوان کردند. اعضای حزب بعث بدن مار و صدام سر آن را تشکیل می دادند، در حالی که ملا دبل بازی می کند، نه تنها چون بدن نفع می برد بلکه مار کوچولو دارای سر نیز هست. طبق دکترین ملایی همه بدون استثناء یک روز آیت الله خواهند شد تا فتوا دهند، برای همین دو بار نفع می برند. این دوستمون از پاریس این رو نوشته بود، ممنون و متشکر. و بله میگه که پهلوی ها به خود بد کردند، رضا خان به خود بد کرد وقتی که به فرمان آخوندها گردن نهاد و به جای جمهوریت مدرن سلطنت سنتی را پیشه کرد. رضا خان به خود بد کرد وقتی که جای اتکا به روشنفکرانی را که به او در راه مدرنیته کمک کرده بودند به مشتی چماقدار چاکر صفت تکیه کرد. رضاخان به خود بد کرد وقتی ایران را نه خانه ملت که ملک شخصی خود تلقی کرد و هر جا توانست املاک ملاکین را به نام خود کرد. رضاخان به خود بد کرد وقتی همه امور را با اقتدار شخصی و بدون مشورت فرهیختگان پیش برد. رضاخان به خود بد کرد وقتی در نهایت خود را منفرد کرد تا زمان اشغال کشور حتی یک نفر هم به کمک او نیامد. و اما محمد رضا شاه چون 37 سال خدمت کرده، سابقهش طولانی تره و پروندهش کلوفتر. این رو باید برای بهکام و آقای مهدی شمشیری، الان دیگه میگن آیت الله شمشیری چون ایشون هم دارای چیز شده، توزیع المسائل شده، باید برش بفرستی. محمد رضا شاه نیز به خود بد کرد آن زمان که از عهد خود برای پیروی از قانون اساسی روی برتافت. ایشان نیز به خود بد کرد آن زمان که برای ابقای خود دست به دامن بیرگانگان شد. به خود بد کرد آن زمان که حتی به یاران کودتاچی خود که خواهان سلطنتش بودند نه حکومتش امان نداد. به خود بد کرد آن زمان که در زمان آرامش نه تنها راهی برای بازگشایی فضا باز نکرد که در تحقیر ملی جریتر شد. محمد رضا شاه نیز به خود بد کرد آن زمان که برای انقلاب از بالا حتی بانیان و مهندسین اصلی آن را مجال ادامه کاری نداد. به خود بد کرد آن زمان که مصادره املاک را به مصادره اموال تبدیل کرد و نه تنها فضای سیاسی که فضای اقتصادی را به فضای امنیتی مبدل کرد. ایشون ماشاءالله پروندهش خیلی زیاده ولی وقت ما کمه و ما بد کردیم وقتی که در سال 1357 فریاد زدیم آزادی استقلال جمهوری اسلامی، چرا که نه مفهوم روشن و درستی از آزادی در نظر داشتیم و نه مستعمره کشوری بودیم که بخوایم استقلال خود را به دست آوریم، نه میدانستیم جمهوری اسلامی چه نظامی است. این رو آقای محسن نجات فرستادن، ممنونم. در برنامه آینده این رو بیشتر و بیشتر زیر ذره بین میذاریم و با شما نگاهش میکنیم. امروز جمعه بود، عید پاک، براتون بهترین ها را آرزو میکنم. امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشید. 31 هم در ویرجینیا 13 به در هست، هم در کالیفرنیا بلبو و پارک آگهی هاشو تا حالا دیدید و امیدوارم که بهتون خوش بگذره و هر جا هستید سالم سلامت پیروز باشید. تلویزیون مردم رو حمایت کنید. اون وقتا میگفتم اول تلویزیون های دیگر رو حمایت کنید، بعدن تلویزیون مردم. اول بهتون میگم تلویزیون مردم رو حمایت کنید، دوم تلویزیون مردم، سوم تلویزیون مردم. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. بریم سراغ این آهنگ، عهد، عهد و پیمان. مرسی.
بهار اندازه که نیستی، من از حس تو سرشارم که انگار هستی و من دست از این حس بر نمیدارم. به هر اندازه که نیستی هنوزم پا به پات هستم، نه تو برگشتن دیره نه من از انتظار خستم، نه تو برگشتن دیره نه من از انتظار خستم. یه حسی با دلم میگه تو این تکرار دلتنگی، تو هم مثل منی و با تب شب گریه میجنگی، تو هم تا آخر این شب نمیخوابی یا بیداری، دلم میگه هنوزم تو یه احساسی به من داری، یه عالم راه تا چشمات که اینجا جای موندن نیست، تو نیستی و تو این قربت کسی غیر از تو با من نیست، سرانجام منی حتی اگه دستم تو گم کردم، یه عهدی با من و جدت که بی تو بر نمیگردم، یه عهدی با من و جدت که بی تو بر نمیگردم، یه عهدی با من و جدت که بی تو بر نمیگردم، که بی تو بر نمیگردم.